محاکمه سینما رکس نمایشی است مستند. استناد به محاکمه‌ای دارد که رژیم وارث انقلاب در شهریور 1359 برای رسیدگی به پرونده آتش سوزی سینما رکس آبادان ترتیب داد. محاکمه‌ای چنان نمایشی که ما نمایشگران هرچه بکوشیم به گرد آن هم نخواهیم رسید. از 6 متهم ردیف اول 5 نفر عملا نقشی در آتش سوزی سینما نداشتند. با این همه رژیم با سری افراخته و قیافه حق به جانب مراسم این محاکمه را از تلویزیون آبادان و بخشی از آن را در شبکه سراسری پخش کرد و گزارش کم و بیش مشروع جلسات آن همه روزه در جراید تحت کنترل منتشر گردید. نمایش ما بر اساس همین گزارش ها، قطعنامه های خانواده و بستگان قربانیان، گفتگو با افرادی که بنا به موقعیت شغلی یا شخصی با ماجرا در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند تنظیم شده و به خصوص متکی به جزوه ایست که بدون امضای نویسنده با عنوان مسببین آتش سوزی سینما رکس چه کسانی هستند سال 86 در کالیفرنیا انتشار یافته است. گفتم محاکمه سینما رکس یک درام مستند است، اما از عبارت مستند در اینجا نباید انتظار مطابقت نعل به نعل داشت. خاصیت درام مستند گذشتن از مرز وقایع نگاری و رسیدن به یک رابطه ذهنی از طریق توصیف مشاهدات عینی است. گذشته از این، گنجاندن جلسات علنی محاکمه طی 14 روز و همچنین مقدمه سازی چند ماهه آن در محدوده 2 ساعت نمایش راهی باقی نمی‌گذارد جز اینکه بازسازی ما تنها برگزیده‌ای از مطالب مربوط به واقع باشد. بنابراین کار ما حاوی اطلاعات اساسی مربوط به محاکمه سینما رکس است، نه تمامی آن. گفتگوها با مکالمات رد و بدل شده در محاکمه اصلی به کلی متفاوت است. اسامی به کار برده شده اما جز 3 نفر همه واقعی است. شخصیت های محکومین اعدام شده را چون دیگر به تاریخ پیوسته اند اینجا و آنجا تغییر دادم تا به مراد خود که دستیابی به روح مطلب است برسم. دستیابی به رنگ زمینه ای که گذشته نه چندان دورمان را در بر می گرفته است. از 3 نام تغییر یافته 2 تا متعلق است به قاضی و دادستان. این 2 بازوهای اعمال قدرت رژیم جدیدند. نامشان را تغییر دادم تا بیشتر مظهر همگنانشان باشند تا خودشان. شخصیت 3 یک کارگردان مشهور سینماست که برای ضبط گزارش تلویزیونی محاکمه آمده است. این شخص اصلاً در محاکمه حضور نداشت، اما در واقع با قبول مسئولیت سرپرستی شبکه 2 تلویزیون رژیم جدید توفیر نمی کند خود شخصا محاکمه را برای تلویزیون ضبط کرده باشد یا فرستاده های او. با اولین جملاتی که می گوید شناخته می شود. نامش را به مسعود طلایی تغییر دادم چون دقیقا همان نیست که توصیف می کنم. در اینجا سپاس فراوان تقدیم می کنم به دوستانی که با قبول مصاحبات حضوری وقت و اطلاعات خود را در اختیارم گذاشتند یا با ارسال مدارک و بریده های جراید به شناخت بیشتر من کمک کردند. نمایش محاکمه سینما رکس از سال 1366 تا کنون بارها در ممالک خارج از کشور برای ایرانیان مهاجر به صحنه آمده است و اجرایی که ملاحظه می کنید از مجموعه گزارش های تصویری چند اجرای گوناگون در زمانها و شهرهای مختلف فراهم آمده است. امید واثق داریم روز این نمایش را در سرزمین خود برای مردمانمان بازی کنیم و تا آن زمان فیض کوشش های من و همکارانم در هر کجا نثار روح قربانیان این فاجعه و تقدیم به بازماندگانشان باد. Thank you.
علی رضا، و چرا این سیما رو جمع نکردین پس؟ انگار نه انگار که امشب قراره اینجا محاکمه ای صورت بگیره. سینما تاج آبادان، شهر صنعت نفت، سینمایی که هر چند شب یه بار برای کارمندای سطح بالا و خانمشون یه فیلم به زبان انگلیسی نشون میداد. کی فکرشون میکرد یه همچین سالونی حالا بشه محل برگزاری یه محاکمه یه تاریخی؟ و کی فکرشون میکرد من، مسعود طلایی، کارگردان سینما، سازنده فیلم گوزنها، بشم مسئول فیلم برداری و ضبط رپورتاج تلویزیونی همین محاکمه تاریخی؟ اون وقت میگن زندگی شیرینه، تلخه، تراژدیه، کمدیه، چه میدونم کوفت و زهرماره. نه جان من، این چیزا نیست، مسخره است. زندگی فقط مسخره است. آره سال 53 بود یا 54، درست خاطرم نیست، این طرفا فیلم برداری داشتم. یکی از دوستان کارمند شرکت نفت گفت بیا ببرمت سینما تاج. کارتی گرفت و آمدیم اینجا. یه فیلم امریکایی نشون میدادن، بونجول، طبق معمول. رفتم به مدیر سینما گفتم هیچ شده شما اینجا یه فیلم ایرانی نشون بدید؟ گفت فیلم ایرانی؟ گفتم بله فیلم ایرانی. فیلمای ما که الان در تمام فستیوالای دنیا مطرحی داره، چپ راست جایزه میگیره، اینجام که ایرونه، این کارمندان ناسلامتی همه ایرونی هستن، این نفتی هم که زندگی شما رو داره تامین میکنه همش از زیر همین خاک در میاد. مدیر سینما البته کاری نبود، یه برنامه‌ای داده بودن دستش، اونم مثل بز یه خطی رو گرفته بود و دنبال میکرد. خودش هم همینه گفت. البته خواستم بهش بگم اگه طبق این برنامه یه تکه مدفوع آدمیزاد میذاشتن تو بشقاب جناب عالی میل میکردیم. به هر حال اینطوری بود طرز تلقی حضرات نسبت به کارهای ایرانی. از بالا تا پایین پر بودن از احساس بردگی نسبت به خارجی جماعت. هر چی در و دروازه بود بلنگ و باز به روی محصولات و مصنوعات خارجی. یه مش آدم اتو کشیده پیف پیف کن نوکیسه شده بود در مسئول مملکتی که نه به چیزش افتخار میکردن و نه به مردمش احترام میذاشتن. دست آخرم چنون ترکمونی زدن به این مملکت که با یه اقیانوس آب صابون دیگه نمیشه تمیزش کرد. بیا انقلابش هم نتونسته کاری اصفیش ببره، نتونسته، فقط باعث شده که اون لجنا بیشتر به هم بخوره و بوی گندکاری های تاریخی بیشتر بخوره به مشام. زن منو خواستن ابین، زن منو خواستن ابین برای سوال جواب. انگار تمام فساد و مشکلاتی که مردم این مملکت به خاطرش انقلاب کردن زیر سر آواز خوندن زن من بوده. کیه اونجا؟ آقا طلایی؟ اونجا چه خبره؟ آقا طلایی؟ آقا مسعود؟ کی هستی آقا؟ از این وسط، از این وسط بیا. آقا طلایی، آقا سلام علیکم. آقا گفتن آقا شما آقا اینجا تشریف دارین، گفتیم بیام آقا شما را آقا ما ببینیم با شماست. جناب علی؟ آقا ما حسین تکبری زاده. آقا با من کار داری؟ بله بله آقا مسعود. چیکار داری؟ آقا مسعود، آقا میخواییم آقا تو آقا تو محاکمه آقا شرکت کنیم. آقا خب هر وقت محاکمه شروع شد برو یه کارت بگی بیا بشین. نه آقا میخواییم بیایم تو دادگاه بشینیم. آقا تو دادگاه میخواییم ما بیایم محاکمه میخواییم بشینیم. میخواییم آقا محاکمه بشینیم. آقا بابت چی؟ آقا هست آقا سامرکس آقا ما آتیش زدیم. آقا تو خجالت نمیکشی باقا؟ داری ادعا میکنی 400 تا آدم زنده زنده توی سالن سینما سوزوندی؟ نمیدونم به چه ترتیب چه راهی رو پیدا کردی اون پشتا پیدا شده، در تخته رو به هم زدی اومدی تو، تازه داری به من دستم میدی؟ ببخشید شناقا. آقا علی رضا در و پیکر نداره اینجا، هر در رو باز کن. همین میز برای داستان مناسبه، یه میز هم میذاری برای قاضی به طور قرینه، اینم که جای متهم
یه نور اضافه میتونی به متهم بدی؟ متقاعدشون کردم که متهم حتی از قاضی هم بالاتر قرار داره. آقا مسعود کمک کنار کنار اینجا به چیزی دست نزن. چشم حالا تو واقعا تو این کار دست داشتی یا داری علکی میگی؟ دروغمون چی آقا؟ خب این روزا برای اصلاح کردن بعضی خیلی حرفا میزنن. تو این کار آقا جز تو و لعنت چیزی نصیب آدم نمیشه آقا. به والله چرا تا حالا صدا در نمیاد؟ صدامون در نمیاد آقا. به هر کی میگی میگی حسین، میگم حسین دیوونه شده. بذارتیم پیش آقا خرمی آقا میگیم آقا اینا دارن یه در بی خودی آقا محاکمه دارم میکنن. شما که با خدا این چرا یه کاری واسه ما نمیکنی؟ حاج آقا اگشتی میگه نیا کنم واسه این مردم قبول کردن کار ساواک بوده، واسه همین ریختن تو خیابونه رژیم و ساقتش کردن رفته پی کارش. تو حالا به هر کی اینو بگی فکر میکنه از ساواک پول گرفته که گناه اونا رو بشوری. هم میدونم آقا این حاج آقا راست میگه. شما بودین آقا اینجوری فکر نمیکردی؟ چجوری؟ که کار ساواک بوده؟ من که اصلا اون اول فکر میکردم کار مذهبی هست. بچه آقا شما خود چیزی نگفتید. اون موقع توفیر میکرد. اون روزا مسائل حجاب میشد که همه فکر کنن کار ساواک. بفرم چشی رو بفرم. کار تو چه ربطی داره به من؟ تو جنایتکاری مردی که تو رو باید میگرفتن. تیکه بزرگت باید میشد گوشت. گرفتن اون آقا هم قبل از انقلاب ما رو گرفتن هم بعد انقلاب. تا چطور شد اومدی بیرون؟ آقا قبل از انقلاب ما رو فرستادنمون تهران تحویل گارد شاهنشاهیمون دادن، بعد انداختمون آقا حبس. انقلاب شد آقا قاطی بقیه اومدیم بیرون آقا. بعد چی؟ بعد انقلاب؟ بعد انقلاب هم آقا این آقا صرافی بازرس داسرای آبادان آقا انداختنمون حبس که دوباره آقا درمون رو بردن. کی درت بود؟ آج آقا جعفری آقا. کدوم جعفری؟ حجت الاسلام؟ قاضی همین محاکمه؟ بله. یعنی اون تو رو میشناسه؟ تو رو میشناخت؟ اختیار داری هم آقا آج آقا جعفری آقا هم ما رو میشناختن آقا هم اونای دیگر آقا. اونای دیگه؟ بله آقا بچه که تو این کارا با ما بودن آقا. تو کدوم کار؟ آتش سینما، آتش سوزی سینما رکس دیگه آقا. خب کیان این اونایی دیگه؟ آقا کیاوش، ابوالپور آقا، میرسوفیانی، بعد خدا بیامرز آقا رفیقمون فلا، بعد فرجالا برزکار آقا اونم رفیقمون بود، بعد خدا حاج آقا که با امام جمعه آقا تو مسجد قدس آقا جلسه مینداختن. مسجد قدس؟ فرابات سابق بهش میگفتن. بعد خدا آقا منزل آقای رشیدیان که جمعه پا میشد میرفتی. سب کن بیرم محمد رشیدیان نماینده آبادان در مجلس؟ بله. آقا اصلا ما فکر کردیم شما تو جریانیم، برای همین اومدیم پیش شما. تو غلط کردی، گور پدر خندیدی مرتی که من تو کدوم جریانی هستم؟ چه جریانی هستم؟ شما خودتون گفتیم میدونستی کار مذهبی ها بوده. خب من حدس میزدم. خب اینا همه حدس میزدن. هر موجود زیشعوری میتونست بفهمه رژیمی که به هر قیمتی میخواد مردم آروم و سرگرم نگه داره، نمیاد اعتماد اونها رو به ارزون ترین و مناسب ترین وسیله سرگرمی یعنی سینما سلب بکنه. خب اینا همه حدس میزدن. واسه کنار، نخواستم کمک. برو پایین از اینجا. گفتم اینجا به چیزی حق نداری دست بزنی. دست ما که نجس نیست. اگه ما از الان که اومدیم همیشه سرمون داد میزنی. کاش نجس بود. کاش وجودت غرق گوه بود که هست. نجس یعنی چی؟ نجسی رو با آب میشه پاک کرد. چیزی هست آلودگی دستای تو رو پاک بکنه؟ آقا برای همین اومدیم تو محاکمه شرکت کنیم دیگه. من چی میخوام اینجا؟ چرا منو کشتن تو این کار؟ عامل جنایت خودش میشه قاضی رسیدگی به همون جنایت. کی باور میکنه؟ کار من نیست. علی رضا برکن همه چی رو برمیگرد همین امشب، نه فردا صبح برمیگرد. این کار من نیست. آقا مال گوسه آقا
آقا فیلم خیلی خوب بود آقا، خیلی خوشم اومد آقا. تا کجاش دیدی؟ جلم آقا؟ میگم تا کجاش دیدی؟ وسط کار که سینما رو آتیش دادی به قول خودت. آقا فیلم آقا قبلش دیده بودیم آقا. آقا مسعود مردم آقا رو شما خیلی حساب میکنن. اینا از بس که آقا به خانواده شهدای آقا سینما رو آقا جواب سربالا دادن اصلا بهشون اطمینان ندارن. آقا مسعود آقا بعد وقت مردم آقا وقتی فهمیدن شما قراره این محاکمه رو آقا زنده پخش کنی آقا خیلی امیدوار شدن. این امیدشون رو از این بیچاره نگیرین آقا، بزنین آقا حقایق آقا بفهمم. ببین کی به فکر مردمه، حالا کی میخواد حقایق به اونو بگه؟ تو؟ ما میگیم آقا ما هرچه هستنیست آقا راست و حسینی آقا میگیم آقا خورده برده هر کسی نداریم آقا. بینبا اصلا اسم تو توی ردیف متهمین نیست. متهمین ردیف اول فقط 5 نفرن که الان همشون هم توی زندونن. اگه تو قرار بود برای خود حرف بزنی که ول نمیچرخیدی. آقا میدونم آقا واسه همین آقا اومدیم پیش شما که یه کاری واسه ما بکنین دیگه آقا. چه کارت کنم؟ توصیه بنویسم بزنن سر کار؟ نه آقا ما رو بزنن تو محاکمه آقا. ما این عامل آتیش شده سینما رکس آقا به ابوالفضل خدا شاهده اینایی که آقا علی شاهی آقا براشون پرونده جور کرده آقا تو این کار با ما نبودن آقا. آقای طلایی تلفن رو دور. پشت سر خط هست؟ تشریف بیارین تو اتاق کنترل بی‌زحمت. آقا مسعود شما آقا مسعود صحبت کنیم باهاشون آقا. شما که صحبت کنی آقا ما رو میذارن تو محاکمه آقا. آدم خوبی باز باشه، فیلمش که خیلی خوب بود، یه صحنه داشت ربطی به قصه فیلم نداشت، اما من همیشه یاد آیزنه خدا بیامرزم میندازه. دوماده شب عروسیش تو فیلم قش میکنه میفته تو حیاط، در همسان هم واسطه دادن توشن تماشاش میکنم، یه نفرم دورش داشت خیت میکشی. چرا خواهرم از پشت پنجره داشت تماشا میکنه، پشت پنجره این مثل بید میلرزی، از لرز اون پنجره چخ چخ صدا میداد. من قشی نیستم اما بچگی وقتی آیزنم اونجوری دیدم منم گفتم یعنی بزرگ میشم شب عروسی میفتم قش میکنم میدم نقش زمین میشم. آی طلایی. آقا علی شهر آقا سلام علیکم آقا. آی طلایی اینجا نیستن؟ آقا رفتن آقا تلفن جواب بدم برمیگردم. تشریف بیارین آقا، تشریف بیارین اینجا هستم. بفرمایید آجا آقا سلام علیکم. این اینجا چیکار میکنه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ آجا آقا تو قرار بود بری زیارت ولی تو مشهد گفتم برات بگیرن نگرفتن؟ چرا آجا آقا گرفتن؟ پس چرا نرفتی؟ لابد آقا ما رو نطلبیدن آقا. آقا کیه؟ کدوم آقا؟ آقا امام هشتم زامن قریبان آقا قربونشون بریم. استغفر آجا آقا با چه روی آقا باشیم بریم حرم دستمونو بزن آقا، دستمون گناه آلوده است به والله آقا. نه خیر آقا ما حریف این یکی نمیشیم. ببین دوست من اون چه که تو الان گرفتارشی خود گناه نیست، احساس گناه است. فرقش احساس گناه چیزیه که همه ما به نوعی کم و بیش گرفتارش، اما خود گناه اصولا تشخیص وقوع و بود و نبودش دست تو نیست، با یکی دیگه است. یعنی میگیم ما گناهی نکردیم آقا، خیال میکنیم گناه کردیم؟ بر فرض که گناهکار باشی اما تشخیص مجازاتش دست خودت نیست. منم همین رو میگم حاج آقا. نترس جانم نترس، معصیتی که کردی که بدون عقوبت نمیمونه، به سزای عملت میرسی. تو فکر میکنی که بهشت و دوزخ رو برای چی گذاشتن؟ برای اینی که کسی بدون عقوبت و پاداش نمونه. آج آقا بچه اونای دیگه های داریم شما آقا محاکم میکنه، خب واگذارش میکنه به قیامت دیگه. آقا شما اونای دیگه با ضوابط دنیوی مفسدند، قوانین شرعی و مدنی. آج آقا اونا به خاطر کاری که ما کردیم دارن محاکمه میشن، ما میدونیم آقا. نکته حساس همینجاست دوست من، درست همینجاست که من به تو میگم تشخیص و مجازاتش دست خودت نیست. ببین پسر جان
اون حرکت ذاتن انقلابی رو که تو انجام دادی اگر ما قرار باشه در یک پرسپکتیو تاریخی قرارش بدیم، از قضا ممکنه این حرکت درست، سرنوشت ساز و چه بسا تحسین انگیز شده بکنه. این عملکرد اونهاست که موجب شده این حرکت انقلابی درست تو به یک نتیجه تراژیک منتهی بشه، اونم در یک مقطع بسیار حساس. ما آقا سواد حرفای شما رو نداریم، به وجدان خودمون که آقا رجوع میکنیم. احساس گناه میکنی، میفهمم حرفتو بسر، احساس گناه میکنی، منم همینو میگم. همین آقا، همین که شما داری میگی آقا داره اذیتمون میکنه آقا. توبه جانم، توبه. نذر و نیاز، زیارت، اینا آدمو سبک میکنه. تو برو امتحانش بکن، اگر نشود بیا پیش خودم. حاج آقا قربون جدتون میرم آقا، این بیلیت هواپیما ما مشهد برو نیستیم. خب به درک که نمیری، به درک اسفل و سافلین برو. ای خون آدم به جوش میاره، تعهد داده که این طرف ها نگرده، که جلو اون دهن بیسته ها بشه نگه داره. میخواد زیارت نره، خب نره آقا، لابد در کفایتش نیست، لابد در سعادتش نیست. چرا آمده اینجا؟ احساس گناه میکنه حاجا. به سرهنگ فلان فلان شده نوشته دادم، از حبس درش بردم، تعهد دادم که بابا من این شخص رو میشناسم، این مقصر نیست. دوباره میشینی این برابر میگی من مقصرم؟ احساس گناه میکنم. تعجب از من آقای علیشاهی، تعجب از من. گفت روی موندن تو آبادان رو ندارم، همراه حبیب الله بازجو فرستادمش اصفهان، دفتر آیت الله خادمی، دفتر آیت الله طاهری، ریش رو گذاشتم بلکه براش کاری انجام بدم اون طرفا مشغول بشه. حبیب الله برگشته گفته آقا اینجوری دهنش رو نمیتونه نگه داره، بعدن گند کارو در میاره. دوباره فرستادمش تهران، دفتر هاشم سباقیان، بلکه اونجا براش کاری درست بکنم بفرستنش بره خارج، کویت، قطر. یک علم شنگی از خودش در آورده. حبیب الله برگشته گفته آقا من همراه این حتی یک قدمم بر نمیدارم. حبیب الله مادر تعجب از من آقای علیشاهی، تعجب از منه که عوض همه این کارها من چرا اینو نفرستادم دارور مجانی. دیمونه نیستیم آنجا با شما. هستی هستی، صد رحمت به دیوونه. دیوونه اقلا نسبت جنایت به خودش نمیده. ببین دوست من، با بزنیم با حرف رو بزنیم آقا. پسر تو داری یواش یواش اسباب ناراحتی آقا رو تولید میکنی و من به تو اختیار میکنم. آقای علیشاهی اجازه بدید، اجازه بدید ببینم چی میخواد بگی. بگو ببینم چی میخواد. بگو دیگه حاجا، قرار بود توی محاکمه که صورت بگیره ما هم تو شرکت داشته باشی. توجه نداری، توجه نداری، این محاکمه هم زیر سر توه. مصبب این بدبختی که به سر ما اومده خود تو هستی. ما هم همین رو بگیم، بچه خودمون توش نیستیم. عجب خریان. آقای طلایی، پسر اون آقای طلایی اونجاست. سر صدای قضیه خوابیده بود، از بس این آقا این بر موبر میشینه به حرف مفزدن، باز دوره بستگان نفته شده ها میفتن به هلو ولا. اینجا بس بشین، اونجا بس بشین، به این ظاهر بشو، به اون ظاهر بفرما. کار کشیده به اینجا با تمام این مشغله مملکت که به سر ما، حالا بیا جواب اینا رو بده. آجا خواهد بابا بابا بذاریم ما هم آجا خواهد ما حالمون خوب نیست، چجوری با شما صحبت کنیم آقا؟ قربان اشرف سینما رو اکسارم، ما حال روزمون رو نمیفهمیم به عبال فرز، نخوابیم نبیدار بیداریم اونو که عذاب علیم آقا. به قول شما هم گفتن اگه دیونه بودیم خب ما رو میذاشتن تو دند دارم مجانی. بعد ایش اینه که حالیمونه که حالمون خرابه، میدونیم همه اون سرچش و حالمون خرابه آقا. ما از شما کسی نخواستیم آجا خواه، لام با کمان با کسی صحبت نکردیم، میگیم آقا این دادگاهی که داریم محاکمه هم داریم، ما هم بذاریم داخلش خلاصمون کنیم. برم خودت بکن خبر مرگه. یه قرص چیزی بنداز بالا، یه مسقال تریاق بخر، کوف کن قال قضیه رو بکن. چرا افتادی به جون ما؟ چرا میخوای انقلاب رو درست بکنی مردی که؟ آجا مگه این انقلاب مال مردم بدبخت نیستن؟ خود راست حسینی بهشون بگین چی شده که ما هم وجدان خودمون راحت بشیم دیگه. پسر تو مثلی که اصلا به باطن مطلب توجهی نداری. این حرفایی که میزنه مال خودش نیست، گذاشتن تو دهنش. من این شخص رو میشناسم. دریق از حرف یومیه، دریق از فهم یک مطلب ساده. بویی از مطالبی که میگه به مشام شما نمیرسه؟ بله البته، بله البته. تاثیر نشست و بدخواست توی گروه حتی رو درش نمیبینید؟ بله دقیقاً. بدین برش کردن زندان آقا. یک صورت هم از کلیه اشخاصی که به نحوی از آنها چه داخل و چه خارج زندان باش در تماس بودن تهیه بشه به کار بشه. آقا این حرفا دیگه تو کت ما نمیره آقا. قرار تو همین محاکمه که از تلویزیون زنده پخش بشه شرکت کنیم با آقای طلایی. آقا ما صحبت کردیم.
با آقای کی؟ آقا طلایی آقا ایشون هم با ما قدرم بارو بزرد تو محاکمه آقا آدم چه حرفا میشنم به بالا دوست ساده لوح من این آقای طلایی ها در حدی نیستن که به کسی از این وعده بعیدا بدن علی رضا برشون کن باشون جلس نکن ایشون البته هنرمند برجسته‌ای هستن و صلاحیت هنریشون هم بر کسی پوشیده نیست ولی مسئولیتشون در این برنامه اینه که این محاکمه رو به طور باید و شاید ضبط و به ملت عزیز ایران نمایش بدن حالا دیگه واقعا اینجا کی محاکمه میشه و چطور محاکمه میشه در حد و مسئولیت کسی است که چی دستشه دست خط رهبر انقلاب آقای طلایی دوست عزیز کجا بودی شما یه مشکل کوچکی پیش اومده حجت الاسلام با اجرای برنامه در این سینما موافق نیستن چی میگم بهتره اون مسجد ما پاسخ پیش بکنید البته من نظرات شما رو که خودم با شما موافقم بهشون گفتم اجازه بدین آقای شهید بفرمایید قبل از عنوان این مطلب اجازه بدین بنده از آقای کارگردان یک سوالی بکنم بفرمایید آقا جناب آقای طلایی به عقیده شما این محاکمه یک محاکمه است یا یک فیلم سینمایی اگر فیلم سینمایی به نظرتان میاد که ما از حضورتان مرخص بشیم چون بنده به هیچ وجه هنر پیشه نیست و اگر این محاکمه فیلم سینمایی نیست لطفاً به این و آن نقش محول نفرمایید این شخص اینجا ادعا میکنه که جناب علی قول دادی اجازه بدید اجازه بدید اول شما برادریتون رو ثابت بکنید بعد برید سر تقسیم ارثیه اول ببینید من حاضرم با این شوی مسخره شما همکاری بکنم بعد از من بازخواست بکنید که به کسی چی گفتم یا نگفتم آقا محسود ای آقا برای این حرفا دیگه واقعا دیر شده برنامه از طریق رادیو تلویزیون برای ملت عزیز ایران اعلام شده قول همکاری دادید شما قول دادید آقا شما قول همکاری دادید من روز اول شرطمو برای شما معین کردم نکردم حالا دلیل دبه چیه من الان با تلفنی با تهران حرف زدم دو مرتبه زنگ من احضار کردن امین شما قرار بود باشون حرف بزنید حرف زدم حرف زدید چقدر مؤثر بوده دیشب سرکار خانم کجا سر کردن منزل رفتن یا خیر خب معلومه پس حرف زدم حرف من مؤثر بوده شما انتظار دارید خونم نذارم بره مگه جنایت کرده آقا چرا متوجه نیستی آقا جان انقلابه انقلاب شده خواهش میکنم شما به من یادآوری نکنید انقلاب شده اینو باید خود شما یادآوری کرد انقلاب من خودم به وجودش آوردم اگر جناب علی به وجودش آوردی تو سرش نزنید بذارین مجرم بازخواست بشه بعد اینکه خود جناب علی باشی زن من مجرم نیست آقا فقط آواز خونده و خوبم آواز خونده ولی آواز خونده کارش بوده کار من این بوده که فیلم بسازم کار شما این بوده که روزه بخونید کار اون آقا این بوده که چه میدونم واکس بزنه اگه شما رو می‌خواستن توی مجلسی روزه بخونید هیچ‌وقت از صاحب اعضا نمی‌پرسیدی که پولشو از راه حلال به دست میاره یا حرام اگر این آقا کفش می‌بردن در مغازش واکس بزنه هرگز از صاحب کفشو می‌پرسید که دزد سرگردن است یا قاچاق چیه مشاغل برای جناب علی درجات نداره پیرزن فرش باف و شکنجهگر ساواک هر دو یکی‌اند خواهش می‌کنم از این تقسیم بندی‌های مضحک برام نکنید شما جناب زمینم من کفش واکس نمی زدم آقا پس چی؟ شما چی کار میکردی؟ معلم بودم کجا درس میدادی؟ محله سن ژرمن پاریس؟ نه خیر در ته نازی آباد معلومه از کجا حقوق میگرفتی؟ همین آموزش پرورش خودمون وزیرت کی بود؟ خانمی که هفته پیش آقایون اعدام کردن یا آقایی که دو هفته قبل اعدام کرده بودن پس چرا تو محاکمه نشی؟ چون تا اینجا دو تا وزیر اعدامی دارین تو وزارتخونه‌تون زن من یکی هم نداشت اصلا عضو وزارتخونه‌ای قیاسم من چهارم آبان به امجدیه نمی رفتم برای استقبال از رئیس جمهور آمریکا بچه ها رو به صف نمی کردم و به فرودگاه نمی بردم ضمناً در مسیر اعلی حضرت پرچم هم تکون نمی دادم روشن فکر بودی، مخالف بودی خایمانی نمی کردی، چه می دونم چپی بودی حسینی ارشاد پای سخنرانی شریعتی می شستی شبهای شعر انسکوته برای شعرهای متحد کف می زدی برای اینکه اشعارشون سست و بیمایه بوده باشن همه اینها رو که با هم قاطی کنیم چکیدش میشه اینکه مثلا بگی معلمایی که اینجور نبودن بد بودن و شما که اینجور بودی خوب بودی برای اینکه نتیجه بگیریم اجازه بدید با این نتیجه گیری شما موافق باشیم خب پس معلم بد وجود داره و معلم خوب بنابراین نمیم به اعتبار مشاغل آدم ها رو اصلا دیگه جدا بکنیم قبول کنیم که در مکروه‌ترین مشاغل آدم بتونه در حد خودش منشأ کارهای خوب و اخلاقی بوده باشه و در شریف‌ترین مشاغل مثل شغل شریف معلمی یا در کسوت روحانیت خصوص در کسوت روحانیت باشن کسانی که از هیچ گونه خیانت و خباثتی دریغ نکنند
این قاعده به اصطلاح شامل هنرمندان هست یا نیست؟ معلومه که هست. همسر جنابالی جزء هنرمندان هستن یا نیستن؟ آقا دلیل نداره بخونش اوین برای بازجویی. اصلا بازجویی چی؟ شما با بازجویی مخالفی؟ همکار زن قهوه آقا از زن من میپرسه غیر از شوهرتون با کسی همبستر شدید یا نه؟ خب ایشان میتوانن بگن نه اگر جواب واقعا منفی است. ولی چرا؟ به چه دلیل باید چه این سوال وقیحانه ای مطرح بشه؟ به چه حقی؟ ببینید دوست من، اجازه بدین آقا، بنده هنوز سر در نیاوردم که این آقا با چی مخالفه، با اینکه هنرمندان بازجویی بشن یا سرکار خانم بازجویی بشن. هر دو؟ هر دو. اصلا چرا باید بازجویی بشه از کسی؟ هنرمند یا غیر هنرمند؟ هدف از انقلاب این نیست که از مردم بازخواست بکنن وقتی میرن خلا تعارف میگیرن یا نه؟ انقلاب شده تا یه سیستم فاسد به قول خود شما جای خودشو به سیستم بهتری بده. شما این سیستم بهتر رو به وجود بیارید، ماشین جامعه کار بهسازی خودشو انجام میده. بله ولی خب سوال اینه که چطور اساساً یک سیستم بهتر فراهم میشه در حالی که عوامل فساد گذشته همینطوری به فساد خودشون ادامه میدن. حالا کی میخواد تشخیص فساد بده و به چه وسیله‌ای؟ از کجا که قاضی خودش از مورد فساد فاسدتر نباشه؟ اگه قرار باشه شما از هر حرکت مردم بازخواست بکنید که به قدر خود اونا قاضی لازم دارین، از کجا میارید این همه قاضی؟ انقلاب هنوز داره نفسهای اولیه‌شو میکشه، هنوز نوزاده، هنوز ضابطه‌های تشخیص و ارزیابی جدید به وجود نیامده. چه اصراریه وقتی که ابزار کارتون برای برقراری عدالت تا این حد ناقصه به این بهانه بیفتیم به جون مردم که قرار ناسلامتی از مواهب این انقلاب برخوردار بشن؟ خب نتیجهش همینه دیگه، همین محاکمه است که دارید را میگذارید. پس شما با هر محاکمه انقلابی مخالفی؟ من نمی‌فهمم چرا این آقا به همه چی میگه انقلابی. آقا بگو قلابی. لا لا دوست من، شما دارید در چارچوب بحث ما خارج میشید. آقا من خواهش میکنم، خواهش میکنم شما اینقدر لقب دوست من به من نده. من اصلا دوست شما نیستم. من اصلا سرکار از کجا میشناسم؟ اصلا جنابالی از کجا آمدی؟ نه واقعا به استناد چه سابق و صلاحیتی دارید داستان این محاکمه میشید؟ تعارف بذاریم کنار دیگه، این آقا کتاب پری روز روز علی اکبر میخوند به استناد چه دانش و تجربه میخواد قضاوت بکنه در این محاکمه؟ اونم محاکمه ای تا این حد حساس و سرنوشت ساز. نه دیگه واقعا اون چیزی که مدرک و صلاحیت کافی برای این کار بشه مونده چیه؟ دستخط امام. آفرین. بسیار، دستخط امام میتونه به شما مأموریت بده، این درست، اما آیا صلاحیت و دانش کافی هم برای کاری که در پیش دارید بهتون میده؟ وجدان خودتون چی میگه؟ اگر در بنده صلاحیتی تشخیص نمیدادند دستخط هم مرحمت نمیفرمودند. خب به بنده که دستخط مرحمت نفرمودند، پس مرحمت شما زیاد. من برمیگردم، اگه یه بار دیگه همکار شما بخواد زن من احضار بکنه ببین این دفعه خودم هم باش میرم و یه گوله خالی میکنم تو کله پر از پهنش. انقلاب دیگه، خرط و خره. از آقا شما حالا یه خورده کوتاه بیایم بزنیم محاکمه آقا سر بگیره، ان شاء الله آقا کار خانمم روبرا میشه. حالا جناب شما واقعا خیال دارید برید؟ کسی قرار جلوی منو بگیره؟ خود جناب علی چی فکر می‌کنید؟ من که به شما گفتم این شوی مسخره. شوی مسخره آقا. جناب جعفری اجازه بدید. جناب شما عفوی به کمال دستی، من نبستم. شما پوتینای نظامی پاتون کردید، من نکردم. شما ادعا کردید که انقلاب رو شخصا راش انداختی، من ادعا نمی‌کنم. همینا یعنی که تو به مراتب باید از من انقلابی تر باشی. نتیجه از چرا از درک ضرورت انقلابی این محاکمه داری تفره میریم؟ ضرورت انقلابی؟ بله خیلی جالبه، ضرورت انقلابی یعنی این بابا عامل اصلی جنایت سینما رکس برای خودش راست راست بچرخه، حتی وقتی تصادفاً هم گیر میفته از زندان درش بیارن، بعد چند تای دیگری که عملاً ارتباطی به این فاجعه ندارن، عملاً دخالتی در آتش سوزی ندارن، بکشن پای میز محاکمه؟ اینه واقعاً ضرورت انقلابی؟ بله ذکر واقعاً این شخص اینجا اسمش از حسین تکبلی‌زاده، یعنی یک فرده. جناب ما اینجا با افراد کاری نداریم، اینجا قراره یک سیستم محاکمه بشه نه یک فرد. آقا اصلا حرفش آقا هیچ سر در نمیاره. اجازه اجازه اون چند نفری که میخوان محاکمه بکنید هیچ کدوم شناسنامه ندارن و شناسنامه هر کدومشون کمتر از یه آدم مشخص میکنه. هر کدومشون واحدی هستن که در چارچوب سیستم گذشته که ببخشید بر علیهش انقلاب شد عمل میکردند. همشون با هم اما مظهر عملکرد سیستمی هستن که فاجعه سینما رکس فقط یکی از نتایجشه. فقط یکی. و این بابا هیچ کاره است؟ در چارچوب مورد نظر بله هیچ کاره است. و نباید محاکمه بشه. و نباید محاکمه بشه.
آقا نشایی، آقا خیلی ببخشید، تشریف بیارین آقا. آقا جنابالی خیلی خارجنده تشریف دارین. همه تو دفتم، حاج آقا، خجالت بکش، حتی دهنه تو دفت. عجب دست ما آقا بینمکه. ببینین، این تو آقا شاری کرده آقا گردن ما آقا. باز داره جسارت میکنه آدم وقی. به هر دلیلی که عقب بیافته از تلویزیون ها پخش نشه فقط بازار شایعات آقایان برای ضد انقلاب گرمتر میکنه. حاج آقا من از شما خواهش میکنم اجازه بدید که محاکمه در همین سینمای طوری برگزار بشه بره واقعا وقتی برای بازاری مسجد نداره. از لحاظ مسائل امنیتی هم فکرش نکنید، ما تمام سوراخ سنبار رو قبلا وارسی کردیم و درسته که قرار صندلیا رو به بازماندگان قربانیان حادثه اختصاص بدیم، ولی خب مامورین ما هم جزشون هستن و همه مسائل رو اونجا در نظر دارن. آخه جان من، عزیز من، من میخوام اینجا حدیث بگم، آیه بخونم. اینجا خانم های بی حجاب با سر و سینه برهنه سالها فیلم های بدون سانسور دیدن، مناسب عمل نیست. بله بله، خب مطالب شما که آج آقا قرار است تلویزیون هم پخش بشه، جایی که در مقام مقایسه بسیار فاسد تر از این سینما. همه چیز از تلویزیون پخش میشه؟ نخیر، من با مسئولین پخش صحبت کردم، قرار جا به جا از اطلاعیه کمیته ها قرش بکنیم. با این همه چند جور نوار من تهیه کردم که دیگه استفاده تخصصیشو جناب آقای کارگردان باید به ما یاد بدن. اخیار دارید آقا، اخیار دارید، همه ما باید توی کارو از شما درس بگیریم. ضمناً یه جوری هم حرف نزنید که یعنی من قبول کردم با شما همکاری میکنی. آقا همکاری که میکنی. آقا تلایی آقا اومدیم با من نسازین آقا، ما تا اینجاش با هاتون بودیم، همه بعد دیگه آقا با هاتون نیستیم. آقا تو حرف نزن. آقا شما قولی جا نزنیم. من به کسی قولی ندادم. به ما دادید قول همکاری هم دادید. به خصوص من به شما قولی ندادم، این کار قدرزاده انداخت کردم من. چه فرقی میکند جانم، او برای ما کار میکند، همه ما هم برای انقلاب کار میکنیم. جانم شما واقعا خیال دارید ریاست شبکه دوم تلویزیون و معاونت آقای قدرزاده رو که بهتون وعده داده شده سر این کار بذارید و برید؟ اینطور خیال میکنی؟ ببین آقای محترم، اگر من اهل پست و مقام بودم در رژیم گذشته، هم امکان بیشترش رو داشتم، هم استحقاقش. نمیره آقا، نمیره، داره گران فروشی میکنه. میدونه اگر بره دیگر از ما نیست. هیچ وقتش نبودم. میدونه اگر بره من به تهرانی در اوین تلفن نمی کنم و او تا ایشان به آنجا برسه و اون گلش رو در بکنه خانم را به منزل نمی فرستم. این مثلا تهدیده؟ واقعیت جان من، اگر من و جنابالی خدمه انقلاب نباشیم دلیلی نداره که رفتار متفاوتی با ما داشته باشن. آقا هر سه نفر شما درسته، من همکاری می کنم. این درسته آقا، این درسته. ای والا در افر این فرصت با هاتون تصفیه حساب دمتون. همه با هم تصفیه حساب میکنیم، اصلا زندگی همینه. ضمناً این بابام تو محاکمه شرکت میکنه. نه تو از ما تامین ردیف اول. نه چی رو نه حاجی ساکت. جناب همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، سیاست کلی این محاکمه محاکمه و محکوم کردن سیستم سابقه. شاید شما از حرف من خوشتون نیاد، ولی مطابق با این سیاست به نظر من خود شما به مراتب بیشتر از این شخص استحقاق نشستن روی نیمکت متهمین ردیف اول رو دارید. ببخشید من یه موضوع رو اینجا درست نگرفتم، شما چی گفتی؟ توضیح بیشتری لازم دارید؟ خواهش میکنم به من منت بذارید. منتی نیست، وظیفه ای ماست. اگر اشتباه نکنم چند لحظه پیش شما اینجا ادعا کردید که انقلاب رو شخصا راش انداختید. ادعا نیست، حقیقت محضه. ولی چطوری انقلاب رو شخصا راش انداختید؟ به چه وسیله ای؟ با کارام، با فیلمام. کدوماش؟ فیلم به خصوص رو میتونید بر ما اسم ببرید؟ تمامش. تمامش؟ بله تمامش، البته با توجه به سانسور و شرایط شدت ضعف داشت، اما هر کدومش رو دست روش بذارید در زمان خودش
در نوع خودش موتوری بوده در مسیر این انقلاب. این اصلا ادعا نیست، همش موجوده. بنظر روی پرده تماشا کنید. آقا مثلا آقا شما آقا یک رو کوتاه بیان. آقا ما تمام فیلم های شما دیدیم جز اون اولی. آقا اسمش چی بود؟ آقا اولیه بیگانه بیا. اونم که آقا با فردین جون کرده اون. آقا بقیه شو دیگه آقا همه دیدیم. بعضیش آقا موتور که چه عرض کنیم آقا یه با ترمز بودن. مثلا آقای منتقد سینمایی. آقا آقا اصلا بهتون بر نخورم. مثلا اون چی بود؟ تق 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 جنبکی رو باش. آقا اصلا موتور آقا چی بود گفتی؟ آج آقا میگه تق 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 دنبکی رو باش، ویالون زنه عینکی رو باش. آقا یه کاری کردم تق کار تو که رفیق در آورد. تو باش تفریح نمی کردی؟ کی آقا ما؟ آره همین قسمت که الان ادا در بردی وقتی توی سینما تماشا می کردی تفریح نمی کردی؟ چرا آقا مثلا آقا خیلی هم خوش اومد. آقا قیصر بود دیگه. آقا دو دفعه هم دیدیم. حاجی آقا یه صحنه استغفر. حاجی آقا این مال وقتی بود که ما پام منبر هیئت شما نمیومدیم. اون قسمت مال این بود که امثال تو تفریح کنن. بله. و غیر امثال تو ببینن امثال تو با چی تفریح میکنن. این خاصیت هر فیلم خوبه. هر فیلم خوب یک کره بلوری است، یک کره آینه است. میشه همه چی درش دید. بستگی داره که چطور و از کجا بهش نگاه بکنی. وارد بحث هنری که نمیخوایم بشیم اینجا. کسی هم در صلاحیت هنری شما هیچ شکی نداره. فقط سوال اینه که اگر شما به عنوان موتور انقلابتون یکی از فیلماتون رو بخواید انتخاب بکنید کدوم رو اسم ببرید؟ سفر سنگ. خودشا اتفاقا قبل از اینکه فیلم در بیاد برای بچهای حوزه علمیه نمایش دادن. این نمایش خصوصی براشون ترتیب دادن. همکارای خود شما ازشون بپرسید. بر بچه های حسینی ارشاد هم همه آمدن. وقتی که فیلم تموم شد همه گفتن خودشه. گفتن با این فیلم کار تمومه. با این فیلم جمعیت میریزه تو خیابون ها و تصادفاً ریخت. حق با شماست. این فیلم در برانگیختن احساسات عقیدتی و مذهبی مردم بسیار بسیار موثر بود. خصوصاً اون صحنه های سینه زنی و عزاداری ها جا. ولی من اگه جای شما بودم فیلم گوزن ها رو انتخاب میکردم. اون که آقا معشره. گوزن ها؟ بله. گفتم هر کدومشو میشه گفت. اتفاقا چه قای موشکی داشتن با سانسور سر همین فیلم. چند دفعه با داشتن آخر فیلم عوض بکنن. بالاخره اون چی که اومد روی پرده همون نبود که من روز اول ساخته بودم. اما اصلا آقا ما عاشق اون سرش که آقا دوماد شب عرض شفت و قش کرده بود تو حیات. اتفاقا اگه حسابش بکنیم مردم گوزنها رو بیشتر دیدن تا سفر سنگ، چون عمرش بیشتر بود، مدت نمایشش بیشتر بود. تو همین آبادان ظرف 3 سال 5 بار اومد روی اکران و تازه هر دفعه که اومد چند هفته روی پرده بود. و شبی هم که سینما رکس آتش گرفت سالن هنوز از تماشاچی پر بود. سانس آخر تازه سانس آخرم بود. سینما رکس وقتی فیلم تکراری میذاشت به زحمت میتونه 3-4 ردیف تماشاچی داشته باشه. اما گوزنها در اکران پنجم در سانس آخر سالنی که هرگز رنگ پری به خودش نمیدید از تماشاچی پر کرد. خب مردم حرفا رو گرفته بودن. حرف اونا بود، حرف دلشون بود. مردم تشنه بودن. چیه؟ چرا اینطوری به من نگاه میکنید؟ من فیلم نساختم به خاطر اینکه مردم موقع تماشاش توی آتیش پرپر بزنن. من برای آزادیشون فیلم ساختم. برای همدردی با اونا فیلم ساختم. تو میخواستی مردم رو بکشی حسین؟ جون بکن حرف بزن دیگه. تو سینما رو آتیش زدی که مردم بمیرن؟ ما خودم دل داریم آقا. ما خودم رو عبر رفتیم دازدیم گفتیم آتیش مردم آتیش آتیش فرار کنی. ما چه برسیم آقا این برما خرد میشه در رو چف میشه. کاش یه سینمای دیگه بود آقا، یه شب دیگه بود، یه فیلم دیگه نظرت بیشتر مردم نبودن با موقع فرار میگرم. ما چه میرسیم اینطوری میشه؟ اگر شب دیگه ای بود یا فیلم دیگه ای بود و تماشاگر 70 تا بود به جای 370 تا، به فرض که همه میسوختن فقط 70 تا میسوختن، حالا سهم موتور انقلاب شما جناب
300 جنازه سوخته بیشتره. حاضری راجبش رو نیمکت متهمین ردیف اول بشینی یا به ما توضیح بدی؟ چرا نه؟ چرا نه؟ فقط در انقلاب شماست که آدم باید کفاره کارهای خوبشم پس بده. تا چند لحظه پیش که انقلاب شما بود، شما شخصا راش انداخته بودید، حالا شد انقلاب ما؟ حجت اسلام جعفری تبریزی تلفن. کجا؟ خط داخلی تشبیه من برم. من اونو میفهمم، اینم میفهمم، اما تو رو نمیفهمم. اینا آدم های پیچیده ای نیستن، فهمشون ساده است، مثل کاراکترهای فیلم های شما یک بودی هست. ولی اگه یه روزی تونستی من رو بشناسی، یعنی امثال من رو بشناسی، حتما فیلم های بهتری خواهی ساخت، با شخصیت هایی مثل آدم های واقعی چند بودی. پس این تلفن کجاست؟ ببخشی. حرف درست در مورد این آدم تو زد. خواهد جنده است آقا، ما رو هم نمیذاره تو محاکمه. ما یا آقا علی شاییو میشستیم، ما که ولکنشون نیستیم، که بساتشون اینجا میریزیم به هم ببلن، همه جا به پا میذارن. نشدی چی گفت؟ گرف ما یکی دیگه نمیشن آقا. آمسود، آمسود هستی یا نه آقا؟ جدی هستی یا نه؟ این کارو بکنیم آقا. چی؟ آقا اینجا رو منفجرش کن، بسید محاکم آقا همه شو دود میشن میرن به هوا به هوا. امینه، مردم چی؟ تو هنوز از عذاب کاری که کردی خلاص نشدی، شاید هم عذاب تو هم قلابیه مثل بقیه چیزا. خیال میکنی اونایی که اینجا جمع میشن کیان؟ همه بستگان و اقوام همون تماشاگرای بدبخت سینما رکس هم دیگه. خجالت نمیکشی؟ داغشون هنوز کهنه نشده. سر رو خریت هم آقا یه چیزی گفتیم، شما ما رو ببخشون. ببین چی میگم، من بیش از این نمیتونم به کارتو اینجا اصرار بکنم، اما همین جاها باش ببینیم چی میشه، هر آن ممکنه اتفاقی بیفته. آقا از اینایی که آقا ما میشناسیم آقا، ما رو قاطی تماشا چی هم نمیزن آقا. همینجا باش، کمک خود من، میگم من به وجود تو احتیاج دارم، باعث وردست خود من. آقا محشر میشه. اما مواظب باش به پرپاشو نپیچ، جلوی زبونت هم بگیر، از دوربر منم جایی نرو، چشمت رو هم بذاری سرتو میکنن زیر آب. آقا از سایه به بعد آقا هر جا بری مثل سایه آقا دنبال شما ما میرم. علیرضا یه نفر رو بفرست اینجا رو آماده بکنه، پرده رو ببند. کارت بالا گرفته، داری کاب میکشی. جناب سوال، سلام علیکم. اینم از لطف آقای طلایی جور شده. میشناسیم، فیلماشون هم دیدی، خودشون هم تازگی ها بیشتر شناختیم، یعنی خیلی ها را که بیشتر ها کمتر میشناختیم حالا بیشتر میشناسیم، البته بیشتر هم خواهیم شناخت. حالا شما خوب جناب سوال؟ البته که خوبه، به کوری چشم دشمنان این مملکت از این بهتر نمیشه. آقای کارگردان، شما هم جزو محاکمه کننده هایی؟
نه آقا، من در این محاکمه سمتی ندارم، من فقط دارم این محاکمه رو برای پخش از تلویزیون ضبط. صحیح، یعنی جاده‌ای رو که برای حکومت اینا صاف کردین حالا دارین آب و جارو می‌کنین. آقای کارگردان، حالا چیزایی که تو این محاکمه گفته میشه از تلویزیون پخش میشه؟ منظورم اینه که سانسور نمیشه؟ من خبر ندارم، من فقط این برنامه رو ضبط میکنم. این که آیا پخش میشه یا چه قسمت هایش پخش میشه دیگه واقعا مسئولیتش با من نیست. بذاریم ما بهتون بگیم، همش پخش نمیشه، اما هرچیش پخش بشه بد اینه که اصلا پخش نشه. خواهران و برادران مسلمانی، محاکمه شما، یعنی همتون محاکمه میشین. امروز نوبت ماست، فردا نوبت بقیه. این خاص شما عزیزان بود که با تحصیل در اداره دارایی و پیگیری و دادهایی در کلیه واحدهای کشوری برشری سرانجام موجب برپای این محاکمه تاریخی برای رسیدگی به فاجعه بزرگ و غیر بشری سینما رکس گشتید. تا جا که به فرموده رهبر انقلاب رسیدگی به این داد به دادهای شما امت ستم کشیده مقدم بر همه امور قرار میگیرد و عوامل این جنایت دستگیر و به این محاکمه خوانده میشوند که این عوامل اکنون در میان شما نشستند. قبل از معرفی قاضی این دادگاه انقلابی یک توضیح مختصری به دوستانم بدم. لطفا در طول محاکمه از کف زدن و ابراز احساسات به شیوه طاغوتی گذشته جدا امتناع بفرمایید و ما را با صبر و متانت به خصوص اسلامی خودتون در طول این محاکمه یاری بدید. و اینک حضرت حجت الاسلام و المسلمین الجعفری و تبریزی نماینده تام الاختیار رهبر انقلاب محاکمه را آغاز خواهند کرد. آن سپیده به شهیدان در خون تپیده، مشت مشت شد ستم کن خشم مردم باز علم کرد، پرچم خواهد خواهی دار و باید از سر سرکنش با نشانی. خداوند در آیه دهم از سوره المبارکه البقره می‌فرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. و چون گفته شود مریشان را گناه نکنید در زمین، گویند جز این نیست که ما اصلاح کنندگانیم. قبل از دخول به مطلب دادگاه به اختصار به استحضار حضار محترم میرسانم که من در زمان آتش سوزی که چه از کنم آدم سوزی سینما رکس در همین شهر یعنی آبادان منبر میرفتم. از دورا دور با آن حادثه شوم و از نزدیک با آلام شما داغداران عزیز آشنا هستم. به همین مناسبت نماینده حق رهبر انقلاب من غریق منت را احضار فرمودند و تأکید فرمودند جعفری برو، برو این کار توست، برو فیصلش بده، من هم آمدم. لابد به خاطر این حسن انتخاب بیشون باید هم تبلیغ گفت هم تسلیت. در امر مطاع امام امت و به تقاص خون بیگناهان محاکمه آغاز می شود. پنج متهم ردیف اول اسامیشون صورت جلسه بازجویی های اولیهشون اینجا جلوی من هست، اما ما ترجیح میدیم خودشون رو معرفی کنند. میتونن یکی یکی به طور داوطلب تشریف بیارن اینجا، مطالبشون رو بگن و از خودشون دفاع بکنن. داوطلبی هست؟ خب طبعا اگر داوطلبی نباشه از روی استداشو میکنیم. داوطلبی هست؟ بفرمایید شما. جناب لطفاً اونجا اول قسم بخورید. بفرمایید سر جاتون. اون عینکتون رو بردارید. چشمام ناراحته. اگه مزاحمتی نیست اجازه بدین داشته باشم. آجا. ما خیال میکردیم ساواکی‌ها فقط در فیلم‌های فارسی هستند. بفرمایید. اسمتون رو بگید. فرض کنید حسن فرزند تقی.
شغلتان چی؟ آن هم فرض کنی؟ کارمند سازمان اطلاعات و امنیت کشور. یعنی سواد؟ بله. جرمتان چیه؟ من جرمی مرتکب نشدم. صحیح. جرم آقا چیه؟ ایشون چند روز قبل از آدم سوزی سینما رکس از طرف ساواک به آبادان منتقل شدن و چون هیچ دلیل قانع کننده ای برای این انتقال ناگهانی ندارند و از طرفی بر کسی پوشیده نیست که این طرح و نقشه قبلی با نقشه قبلی ساواک ایجاد شده، بنابراین متهم به اجرای این نقشه پلید از طرف ساواک هستند. خب حالا چی میگی؟ من جرمی مرتکب نشدم. یعنی این آقا داره نامربوط میگه؟ این که یک کارمند به شهرستان منتقل بشه که به خودی خود جرم نیست. برای اینکه من در آتش سوزی دخالت داشته باشم اقلا مدرکی لازمه. من هنوز حتی خیابونای اصلی آبادان رو نمیشناسم، چطور میتونم جایی را آتیش بزنم بدون اینکه حتی اونجا رو دیده باشم؟ البته در این دادگاه کسی ادعا نکرد که جناب‌عالی خودتون شخصا مواد آتشزا به داخل سالن بردید و خودتون با اون کبریت کشیدید. جناب، این کار میتونست به وسیله ایادی شما صورت بگیره، نمیتونست؟ روز حادثه من به شدت مریض بودم. در اتاق هتل دکتر به عیادتم اومد. داشتم از درد به خود میپیچیدم. نسخه‌مو از دبخونه یکی از کارگرای هتل گرفت. مدارکش که در پرونده‌تون هست. برای اینکه کاری با فکر و نظارت شما صورت بگیره، خب هیچ دلیلی نداره که اتاق هتل رو ترک بکنید. فرستادن پی دکتر یا فرستادن کارگر هتل به دبخونه اتفاقاً میتونه برای رد گم کردن باشه، نمیتونه؟ اما تشخیص دکتر ثابت میکنه که تمارضی در کار نبوده. من سالهاست مریضم. به پرونده خدمتم مراجعه کنیم. حتی موقع انتقال مریض بودم. اگر دکتر مورد اعتماد خودتونم همین الان معاینم کنه، این امر بهتون ثابت میشه. احتیاجی نیست، در مریض بودن شما ما هیچ شکی نداریم. فقط سوال اینه که چطور یک آدم مریض رو به ماموریت میفرستن و چرا به آبادان؟ اونم در ماه مرداد. در این ماه این شهر از جهنم هم گرمتره. فرستاده بودن تان آب و خنک؟ اون روزا خیلی ها رو جا به جا می کردن. شاید من از بقیه بی دست و پاتر بودم، شاید هم واقعا پارتی نداشتم. فرمودید اون روزا خیلی ها رو جا به جا می کردن، برای چی؟ با تبلیغات ضد دولتی و به خصوص ضد ساواک که همه جا رو گرفته بود، کارمندهایی که مدتها در جایی مونده بودن و شناخته شده بودن تأمین نداشتن. این بود که جابجاشون میکردن. یک دلیل مهمتر هم داره که جناب‌عالی بهش اشاره نمیکنید. به هر حال هر مأمور ساواکی در شهر خودش دارای دوستان و خویشاوندانی. در اون زمان که به قول خودتون همه به نوعی بر علیه این رژیم در فعالیت بودن، مأمورین ساواک رو به مناطق ناآشنا میفرستادن تا مبادا دوستی و خویشاوندی مانع انجام کارهای غیر انسانیشون بشه. درست در... آدم هر چقدر که بیرحم باشه دیگه سینما یا محل تجمع همشریای خودشو به آتش نمیکشه، چون چه بسا از بستگان خود آن شخص هم آنجا باشن. تظاهر کنندگانی که در خیابان تهران به گلوله بسته میشدن، توسط سربازهایی به گلوله بسته میشدن که اغلبشون دارای لهجه شهرستانی های دیگه بود. اسرائیلی آقا جان، اسرائیلی! سربازای اسرائیلی به روی شهدای گلگون کفن اسلام تیراندازی میکردن. بله، اگر آدم فرزند پدر و مادرش باشه به روی هموطن و همدینش اسلحه میکشه. مأمورینی که مثل شما به مناطق ناآشنا فرستاده میشدن، آیا همشون مأموریت داشتن که اماکن عمومی رو با آتش بکشن و مردم بیگناه رو بکشن؟ تا جایی که من میدونم هیچ کس چنین مأموریتی نداشت. وظیفه ما این بود هر جا که هستیم عاملین آشوب و خرابکاری رو شناسایی کنیم و گزارش کنیم. وظیفه ما حفظ امنیت بود، نه برهم زدن امنیت. به بهانه همین حفظ امنیت بود که افراد با ایمان و بهترین جوانهای این مملکت رو میگرفتید، شکنجه میدادید و میکشید. افرادی که امروز شما بهشون میگین وطن پرست، تا چندی پیش مطابق با قانون این مملکت مخالف امنیت عمومی شناخته می شدن. تازه در مقایسه با رفتاری که شما با ما دارین با اونا خیلی بهتر رفتار می شد. ما هم اگه براتون نیاد مملکتمون رو دوست داشتیم، هنوز هم داریم. آخ 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 آخ، نکنه انتظار اضافه حقوق و پاداش هم دارید؟ با یک مدال افتخار چطورید؟ من انتظاری جز مرگ از شماها ندارم.
نمیدونم چرا وقتتون رو با حرف زدن با من تلف میکنید. کشتن من که دلیل و منطق نمیخواد. کافیه بگین ساواکی بود. مردم امروز به قدری از این اسم متنفرن که احتیاج بیشتری به توضیح ندارن که این ساواکی مأمور شکنجه بوده یا مصدی آبدارخونه. تا بگین ساواکی خونش بهتون حلال میشه. در مجرمیت شما که جای شک و شبهه نیست، منتها تفاوتی هست بین ما و شما که افراد بیگناه را بدون دفاع میکشتید و ما که به شما فرصت دفاع میدید. به علاوه گفتیم که شاید با دیدن بازماندگان قربانیان سینما رکس اون وجدان خفته شما بیدار بشد و افرادی را که در این جنایت با شما هم دست بودند معرفی کنید. حالا هر قولی را که جملگی برانند بپذیرید و اعتراف کنید که ساواک در این کار دست داشت. نداشته. ساواک ممکنه تو خیلی از کارها در گذشته که امروز به نظر شما غلط میاد دست داشته، ولی در این یکی نداشته. دخالت ساواک در امر آتش سوزی با هیچ منطقی جور در نمیاد. یادتون نیست؟ اون روزها دولت تلاش میکرد به هر قیمتی که هست آرامش برقرار کنه. هر گروهی اعتصاب میکرد هر چی میخواست میگرفت. هر کس اعتراض میکرد به حرفش گوش میدادن. فقط برای اینکه آرامش حفظ بشه و مردم بی سر و صدا برگردن سر کار و زندگیشون. اون وقت توی همچین شرایطی میومدن سینما آتیش بزنن. اونم با تماشاچی؟ این که یعنی خودکشی؟ بله این کار یعنی خودکشی. در واقع رژیم با این کار از فرط استیصال دست به خودکشی زد. و به همین دلیل هم سقط شد. خودکشی همیشه به خاطر خود خودکشی صورت نمیگیره. جناب بعضی وقتا هم برای شسته. گاهی برای اینه که اطرافیان شخصی که به خودکشی مبادرت کرده به خواستهاش تن در بدن. عاشق دست به خودکشی میزنه تا دل معشوقه جفاپیشه‌شو به دست بیاره. منتها بعضی وقتا معشوقه به سر و عهد و پیمان خودش عمل نمی‌کنه. یا تاکسی عشقی که عاشق خودکشی شده رو داره به بیمارستان میبره، تو را به ترافیک میکنه، عاشق به جای بیمارستان به درک اسفل السافلین واصل میشه. این حرفا چه ربطی به موضوع داره؟ عاشق کیه؟ معشوقه کدومه؟ عاشق دولته، مملکته، قدرته. اونای دیگه میخواستن به قدرت برسن و مملکت رو به دست بگیرن، وگه نه دولت وقت که خودش بر سر کار بود مملکت هم دستش بود. به معشوقه بیوفایی میکرد. ملت سر ناسازگاری گذاشته بود. به قول خودت گفتنی هر چقدر که دولت نازش رو میخرید باز افاقه نمیکرد. حکومت فاشیست هیتلر حاج آقا برای از میدون بدر کردن مخالفی مجلس راشتاک رو به وسیله ایادی خودش با آتش میکشه و گناه رو با دستیسه و پرونده سازی به گردن جناح چپ میندازه و به این وسیله 3000 نفر از اعضای حزب کمونیست آلمان رو به دست جوخه های مردبار آتش میسپاره. انگیزه حکومت قبلی هم از آتش زدن سینما رکس کاملا مشخصه. رژیم وقتی که میبینه زمام امور به کلی از کفش به در رفته و دیگه نمیتونه به اوضاع مسلط بشه، دست به این جنایت میزنه تا مردم رو نسبت به مخالفین که در اون زمان اسمشون رو خرابکار میذاشت بدبین بکنه. که البته تا حدودی هم حسابش درست بود، چون مردم کم و بیش شاهد بودن که مخالفین برای ابراز مخالفتشون با اون رژیم سفاک گاهی با آتش زدن مؤسسات دولتی از قبیل بانک‌ها و در بعضی از موارد سینماها، البته بدون تماشاچی حاج آقا، مبادرت میکنن. بله در واقع رژیم با این کار دست به خودکشی زد جناب، ولی از اون جایی که بخت با ملت ستم کشیده ایران بود و امت مسلمان بود به قول شما تیر کمونه میکنه و به شقیقه خودش اصابت میکنه. من دیگه حرفی ندارم. شما چی؟ هنوز حرف داری؟ چیزایی که گفتین برای مردمی که امروز از حکومت قبلی متنفرند شاید قانع کننده باشه، ولی برای من نیست و حقیقت نداره. همونطور که گفتم برای کشتن من نیازی واقعا به اقامه دلیل نداریم. به نظر شما ما امروز بدیم، گناهکاریم، دشمن مردمیم، هرچی بگین هستیم.
بهتره به وظیفتون عمل کنین. هر چه زودتر بهتر. فقط بدونین نوبت خود شما میرسه. شماها چی؟ کسی حرفی داره درباره این شخص بزنه؟ من فقط اینجا قاضی نیستم. فرد شما قاضی هستی و حق دارید برای احقاق خون عزیزانتان بیایید اینجا هر چه که میخواید برای له یا علیه مجرمین بگید. اگر حق و حقیقتتون حرفاتون بود شما باید قبل از همه جای متهم نشستی و بازخواست میشدی. از لطف شما بی اندازه متشکرم. آقای عزیز این حرفای شما جز اینکه بدتر کارو خراب بکنه فایده دیگه نداره. خواهش میکنم اجازه بدین دادگاه کار خودش انجام بده. به شما چه مربوطه آقا؟ دلم میخواد حرف بزنم. قاضی الان مگه خودش نگو اگه کسی حرف بی چیزی داره بیاد بزنه. من مردمو گفتم. نه شما که سالهای سال تسمه از گرده این مردم بدبخت کشیدی. حالا میبینیم. حالا میبینیم شما ها چی به روز همین مردم میارین. ما مرده. بقیه که زنده هم میبینن. خواهش میکنم اجازه بدید. آقا به شما چه مربوطه؟ عجیبه ها. این عنصر سواکی اعدام باید گردد. این عامل نفاکی اعدام باید گردد. اعدام باید گردد. جادزه رو بردن ماسمالی میکنم. بخوری راق نم کاشی خیس میشی گل میشی میافتی. بخونی. بالاخره این حرفا باعث میشه که محاکمه رو سده اعلام کنن. پس من فقط همین. شما مسئول خودت باش آقا. سده اعلام کنن. لب بوم ما نشین. بخونی. خیس میشی برف میاد. صداشم ببر. متهم ردیف اول خطبان منوچهر بهمنی روی صحنه لطفا. شما که گفتین هر کی داوطلبه بیاد. من فعلا داوطلب نیستم. همین زودی باده بودتون خبید همین جوری ادای دموکرات رو در میارین. حالا چه فرقی میکنه چی اول بره چی دوم؟ دیگه بفرمایید شما اول برین. شما هم ناسلامتی جز متهمین ردیف اولین مگه نه؟ خب بفرمایید. خیلی خوب خیلی خوب بابا من میرم. من داوطلب. خوب شد؟ ما مردم چه بود شده؟ آخه بلا نسبت ما با هم هموطنیم. هممون مال یه آب و خاکیم. آره بمال ببینیم آخرش به کجا میرسی. بفرم آیدم بل منو محاکم. اگر قرار بلای سرمون بیاد اول سر من بیاره. بذارید این آقا نیم ساعت بیشتر نفس بکشی. بفرمایید سر جان. من چیه؟ منجوی بگیم تارف ندارم. شما متهمت این که در ساخته تعارف نده. جرم من اینه که مالک سینما سینمایی که این دامستبه آتیش دادن ملکش مال من بوده. حالا چون ملکش مال من بوده منم باید بشینم جزو متهمین ردیف اول. این انصافه؟ بفهمه ترجاتون. شما خودتون اینجا ثابت کردین که کار سواکه. خب خدا پدرتونو بیاموزید. من چه تقصیر دارم این بسید؟ من چه ربطی دارم به سواک؟ سواک چه ربطی داره به من؟ آرام باشید آقا جان. بفرمایید سر جا. نمیشینم اونجا آقا. بند از بندم سوا کنی جایی مرد که سواکی نمیشینم. آخه یه فرقی بذارید بین آدم ها مرد رضایی. من با این بابا یکی هم. نه این سوال بی ربطیه. اون یارو که ملک من آتیش داده منی که ملکم آتیش درده هر دو گناهکاری. جرممون یکیه. این قانونه. قانون کجا؟ قرآن نوشته. کجای قرآن نوشته؟ آقا چرا اسم قرآن را به دوام میآوری؟ چرا نیارم آقا؟ چرا نیارم؟ من مسلمانم. جد آبادم مسلمان بوده. شما هنوز قسم نخوردین آقا؟ باشه میخورم. قسم میخورم. کتاب رو بده درجه. قسم میخورم. به همون کلام الله مجد قسم که من بی تقصیرم. به چی جزش قسم؟ من اصلا کاری به کار این سینما نداشتم. ملکش مال منه درست. تمام پاساژ مال منه. اما نمیدونم مغازه داراش کیه. به کارهای مالی و حسابداریش هم تازه من نمیرسیدم. من اصلا 3 سال پاما تو آبادان نذاشتم. از خدمه سینما که پرسیدی؟ بله جنابالی اصلا اهل آبادان نیست. درست میفرماید نیستم. ساکن تهرانم. خونه و زندگی و همه چیزم در تهران. سینماتون فقط در آبادان. اینم گناه. من به چه جرمی دارم اینجا محاکمه میشم؟ من که در آبادان بکنم یا به جرم دخالت در آتش‌سوزی سینما؟
به ما هشتون قبولش برن در چهار قلمرو این دنیا در تمام گوشه و کنار این مملکت ملک مستقلات داره ایرانی برخلاف آقا چرا پای مقدسات را وسط میکشی؟ زبانم دار مثال دادم میخوام بگم دلیل نمیشه مالک جایی که مالک زندگی کنه هر شهری بری مالکین اوندش در تهران یا اصلا ساکین اروپا و امریکا بعدم بابا کلی به جمال ما که اینجایی همینجا برمیاریم همینجا هم میخوریم چند تا پیش نماز اومده اسم ببرم که در نجف الاشرف که یک مملکت دیگه مستقل دارن آقا جان لازم نیست کسی اسم ببری باشه نمیتونم اسم نمیبرم اما حقیقت داره یا نه بالاخره ما یه تو بازاری هستیم به موقع حق و حساب و خمس و زکات دادی از بالا و پایین خیلی چیزا خبر داری اگر مالک بودن جرمه پس بیشتر مردم این مملکت مجرم چه بسا خود شما رو جرم شما اصلا مالک بودن نیست آقا پس چیه؟ بفرمایید آنجا مدارکش آنجاست کدوم مدارکش آنجاست بفرمایید مدارک من رو بکنین آقا بگین دارم چرا دارم اینجا محاکمه میشم اختیار دارین شما اینجا محاکمه نمیشید ما در این توسط شما اینجا محاکمه میشیم نه والله رو کنید دیگه به جز مالک بودن جرم من چیه؟ تمام فرض کنید من تمکار خیلی هم تمکار خیلی هم کار بدی قبول دارم اما از کی تا حالا تمکاری جرم شده؟ طمع و تمکاری جزء اعمال مذموم و افعال قبیح است منتها وقتی منجر به سوختن و نابودی مشتی آدمی بیگناه میشه دیگه از معاصی کبیرت و جرائم ردیف اول بالاخره ما نفهمیدیم سینما را من آتیش دادم یا ساواک آتیش دادم ساواک آتیش بله درسته ساواک آتیش دادم ولی اگر شما ساختمانشو بهتر میساختی یعنی اونطور که لازمه میساختی اون همه تلفات دادره میشه جناب اصلا چه بسا تلفاتی دادره میشه من که بنده نیستم قربون گیرم که ساختمان عیب و ایراد داشته که مطابق جواز شهرداری نداشته مقصر معمار و مهندس ساختمانه نه مالک ساختمان بحث لغوی ما اینجا با شما نمی کنیم هیچ معمار و نقشه کشی بدون صلاح دید مالک کاری را انجام نمیده شما میخواید ادعا بکنید که از وجود یونولیت در داخل دیواره های سالن بیخبر بودید از وجود یونولیت در داخل دیواره های سالن بیخبر بودید یونولیت؟ بله یونولیت فرزن که نبودم این کار در همه جا معموله بخصوص در آبادان برای اینکه گرما به داخل سالن نفوذ نکنه یا هوای خنک دستگاه تهویه داخل سالن دوام بیشتر بیاره یونولیت لای دیوار کار میکنن این از لحاظ صرفه‌جویی در انرژی بله این از لحاظ صرفه‌جویی در انرژی مطابق با گزارش سرنگ امینی که خودشم قاطی متهمین ردیف اول اینجا نشسته میگه وجود یونولیت در داخل دیوارهای سالن باعث میشه که شدت اشتعال به طور تصاعدی بالا بره و ضمناً با ایجاد گاز و دود سمی در همان دقایق اول در تماشاگرها ایجاد خفگی کنه. همه اینا به دلیلی رخ داده که شما بهش میگین صرفه جویی ولی من هنوز بهش میگم تمام بابا میگم این کار معمول همه جا چند تا ساختمان تو همین آبادان شروعتون بدن تو یونولیت به کار بردن اگر سینمای من آتیش نمیدادم که خونی از دماغ کسی در نمیومد حالا تقصیر من چیه که بدشانسی آوردم این بی‌ناموسا سینمای من رو در نقششون انتخاب کردن بدشانسی بزرگتر شما جناب اینه که اصلا انقلاب شد قبل از انقلاب که کسی سراغتون نمیومد یا اگرم میومد با رشوه و حقه بازی پرونده‌تون رو ماسپانی میکردی میرفت پی کارش خب انقلاب شده به قول شما انقلاب یک امر استثنایی مثل زلزله زلزله بیا خونه ها خراب شن باید مالک ساختمانی که خراب شده بگیرم اعدام کنم خیر در زلزله همه خونه ها به طور یکسان خراب نمیشن بعضی ها کمتر خسارت میدن و بعضی ها بیشتر و اونهایی بیشتر طرفات میدن که به وسیله یک بساز و بفروش های تمایی مثل تو و روی اصول سین ساخته نمیشن حالا اگر اون شهر زلزله زده شده قانونش قانون باشه یا مثلا اونجا انقلاب شده باشه که الان اینجا انقلاب شده تقاضی خون همه اون آدمای بیگناه رو باید از امثال تو پس گرفت بحثی هم درش نیست این دادگاه برای همین تشکیل شده من که حریف زبون شما نمیشم اقلا بذارید یه وکیل بگیرم تازه آقاش در زبوندارم نیست بیچاره جناب اشکال شما اینه که دارید در یک محکمه خلقی محاکمه میشید در این محکمه از دفتر و دستک و وکیل و میرزا بنویس که احتمالاً از زیر میز بهش رشوه رد کنی خبری نیست بازم بگم انقلاب شده
عجب حرفی دارید شما میزنید آقا. انقلاب شده، انقلاب شده که من نوعی به حق و حقوقم برسم، نه اینکه حق و حقوقم پایمال بشه. انقلاب شده تا چند تا مقاطع کار کله گنده نورچشمی تمام کارهای ساختمانی مملکت رو قبضه نکنن. انقلاب شده تا در تخصیب و توزیع مساله ساختمانی تبعیض قائل نشن. نوچشمی ها سیمان تولیدی رو زیر قیمتی دولت نگیرن، اون وقت من برم از بازار آزاد چه برابر نرخ دولتی بخرم. انقلاب شده تا توی فلان کارخونه تولیدی یا فلان جنس وارداتی من مجبور نشم به هزار فامیل سهام واگذار کنم و تا آخر عمرم نفهمم کی شریکمه و چرا شریکمه. انقلاب شده تا به اسم تقسیم اراضی زمین های بایر و تصرف شده خودشون رو به مردم نفروشن و پولشون نقد از بانک اقتصادی خودشون بگیرن از مملکت خارج کنن. من میدونم انقلاب شده. من از اول تا آخرش تو راهپیمایی ها شرکت داشتم. من خودم نوکر انقلابم، من خودم چارتر انقلابم، من خودم خدمتگزار انقلابم. حاضرم تمام دار و مدار من به پاش بریزن، حاضرم هر حکمی بکنه به گردن بگیرن، اما نه دیگه اینجور. این که ناحقه، این که اصلا نقض قرارده، اینجوری بابا صد زحمت به طاغوت. خیلی باید ببخشید که انقلاب دائقه جناب عالی خوش نمیومده. انقلاب خوبه تا موقع خوبه که پاشو مدوم به تو یکی نداره. مرد خوبه بری برای همسایه، ببری مال مسلمانو چو مالت ببرن، بانگ فریاد قراری که مسلمانی نیست. ببخشیدا، مسلمانی هم اینجوری هم که شما میگین واقعا مسلمانی نیست. ده؟ شما دست و مشت مسلمانیتان را در کدام حوزه علمی خواندید که ما را مسلمان نمیدانید؟ تعبیرشون از مسلمانی مثل تعبیرشون از انقلابه. انقلاب شده که به آقا سیمان بدن. سیمان! برای خودتو میزنی به نفهمی؟ حالا از ترس جونش نوکر انقلاب شده، چاکر انقلاب شده، تو همه ی راهی ما یا شرکت کرده. ترس من ترس جون نیست، من به حسابی ترس آبرو با حیثیت دمچال شما بویدش نبردن. کار آقا از لحاظ من تمامه. کار شما هم تمامه. یه موثرم کم بشه تقاسشو پس میدیم، همه تون تقاسشو پس میدیم. آهای مردم، اگر انقلابی که کردید اینه، وای به روزگارتون. عکس منو نگیر آقا، اونهایی که منو باید بشناسن شناختن تا حالا. عکس اینها رو بگی تا مردم ببینن که انقلابشون چه تحفه هایی به بارا برده. مالک تبهکار اعدام باید کردن، این آدم ستمکار اعدام باید کردن، اعدام باید کردن، اعدام باید کردن، این مالک تبهکار اعدام باید کردن، این آدم ستمکار اعدام باید کردن. ویلون لکله همزته نمزه، وای بر هر عیب گوی طعن زننده. ما در اینجا نفی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، به پناه شما آمده ایم. مقصود شمایی، کعب شمایی، بتخان شمایی. من کسی نیستم اینجا، این شخص کاری نیست، آنچه که هست شمایید، از شمایید. شما باید بیایید اینجا جای من بنشینید و تقاص خون جگر گوشه هایتان را از قاتلین اونا پس بگیرید. البته ممکنه مثل ما حرف بشنوی، من و شما نداریم، این قاعده کاره. امروز و روز رو هر کی انگوش بذاری میگه من بیگناهم. مگه مجرم و گناهکار گیر میاد؟ نعوذ بالله، استغفر الله. همه شدن 12 امام و 14 محکوم. حواستان جفت باشد، انقلاب کردی باید مواظبش باشی. این پرنده سفید رو از چنگت درش میارن، غافل بشی پرش میدن. باید هوشیار باشی تا این مملکت قربیل بشن و نخوله‌هاش بریزه بیرون. وقت میبره، حوصله میخواد. خب حوصله کن، منافق کنار دست نشسته، بذار بشینه. مخالف داره نقض میخونه، بذار بخونه، درگیرش نشو. فقط تباشه داشته باش که خرخرت نچسبه، مواظبش باش که از جیبش اسلحه نکشه. اما تا مادامی که داره نق میزنه پاپش نشو، بذار بزنه نفر بعدی. Thank you.
مذهب شما چیه جناب؟ شیعه هستم، مسلمان شیعه. لطفا اونجا قسم بخورید هرچی در این دادگاه ازتون پرسیده میشه راستشو میگید. همه راست گویم نگویم دروغ، ز کجی نگیرند مردان فرو. صادق قسم بخورید. بی وزن و قافیه. سوگند میخورم در هر موردی جز سخن راست بر زبان نیاید. بفرمایید آنجا. خودتان را معرفی کنید. از محضر محترم دادگاه اجازه میخوام قبل از معرفی چند کلامی بگم. بفرمایید. سپاسگزارم. من انقلاب نکردم، در انقلاب سهمی نداشتم، چرا که سرباز بنا به وظیفه و سوگند سربازی حق دخالت در منازعات سیاسی را نداره و انقلاب هم یک منازعه بزرگ سیاسی و اجتماعی است. و از آنجایی که در این منازعه بزرگ نقش اساسی و تعیین کننده با مردمه، باید بهش احترام گذاشت. و باز از آنجایی که هر انقلاب یک حکومت مردمی سازمان نیافته است، باید پذیرفت اینجا و آنجا اشتباهاتی صورت بگیره و حتی حقوق فردی بعضی ها البته به ناحق پایمال بشه. از این مقدمه قصد تحبیب ندارم، بلکه برعکس میخواهم خاطر نشان کنم هر قضاوتی در کار من در این دادگاه انقلابی بشه، ولو نادرست و بدور از عدالت، اون رو حق میدونم، چرا که برای انقلاب به عنوان یک حق بزرگ عمومی ارزش قائلم. سرهنگ دوم سیاوش امینی آل آقا، فرزند عنایت الله، متخصص عملیات ضد خرابکاری، در اختیارتون هستم. رابطه شما با فاجعه سینما رکس چیست؟ به اختصار توضیح بدید. من برای تعیین علل و گزارش نسبت به نحوه آتش سوزی با آبادان اعزام شدم، از محل حادثه دیدن کردم و عین مشاهدات خودم رو در گزارشی نوشتم که شما نسخه از اون رو دارید. علت حادثه را چی تشخیص دادید؟ آتش سوزی عمدی بود و این مطلب به قدری روشن بود که یک مأمور ساده اداره آتش نشانی هم میتونست تشخیص بده. ولی اونا یک متخصص ضد خرابکاری فرستادن، یک مقام بالای ارتشی. چرا؟ برای اینکه ماسمالی کردن پرونده به نفع دستگاه، یک متخصص کارکشته میخواد. در گزارش من که رونوشتش خدمتون هست، چه چیزهایی ماسمالی شده میشه بپرسم؟ بله البته به اونش هم که خواهیم رسید. فعلا شما به عنوان یک متخصص توضیح بدید ما عمدی بودن آتش سوزی رو چطور ثابت میکنید؟ بله میتونم از نقشه کمک بگیرم. سینما رکس در طبقه دوم یک پاساژ واقع شده بود. در واقع یکی از مغازه‌های طبقه اول رو تبدیل کرده بودن به ورودی سینما که با پله به طبقه دوم می رفت و در آنجا به راهروی به صورت L منتهی می شد. از ظل پهلویی راهروی بالا دو در و از ظل پشتی یک در به سالن سینما باز می شد. در قسمت ورودی یعنی پایین هم گیشه و بوفه کوچک سینما قرار داشت. اینجا هم دستشویی ها بود. خب حالا دقت کنید، اگر آتش سوزی غیر عمد بود، باید در داخل سالن مثلا از روی یکی از صندلی‌ها به علت زدن کبریت یا فندک برای روشن کردن سیگار شروع می‌شد. در این صورت مدتی طول می‌کشید که آتش قدرت بگیره، به شعله بدل بشه و به سایر نقاط سرایت کنه. در این فاصله مردم کاملا فرصت می‌کردن از تمام این درها فرار کنه. اما نکته اینجاست که آتش سوزی از سه نقطه و همزمان با هم شروع شده. نقاط شروع آتش سوزی همه درهای سیب سالن باز میشن. چرا؟ چون همونطور که میدونید نقاط شروع آتش سوزی از بقیه نقاط بیشتر و عمیق‌تر میسوزه و این حالت در قسمت درها دیده شده. و چرا فکر میکنم از داخل راه رو؟ چون اگر این کار در سالن انجام میشد به تب مردم میدیدن، ولی در این راه روها نه مأموری بود، نه مانعی و نه راده‌ای. بله بعد؟ بعد؟
بعد مردم سوختن دیگه آقا. مردم در آتش سوختن. زن و مرد ناگهان متوجه میشن شعله های آتش از این درها به داخل سالن زبانه میکشه. فقط دختر خانمی به اسم شیرین یا شهناز قنبری، خاطرم نیست، شهناز قنبری که کنار یکی از این درها نشسته بود، به سرعت خودشو از میان شعله های آتش بیرون میندازه و فرار میکنه. بقیه یعنی موج اول با دیدن آتش احتمالا فریاد زنان فرار میکنن. اما کجا فرار میکنن؟ از این درها که آتش میباره. پس هجوم میارن به این دو در خروجی در دو طرف پرده سینما. صندلی ها بزرگترین مانع فراره. ضعیفترها یعنی زنها و بچه ها زیر دست و پا میفتن. بر اثر اشتعال فوق‌العاده بنزین و سرایتون به یونولیت داخل دیوار، ظرف چند لحظه دود شدید و غلیظ و مسموم کننده همه فضای سالن رو میگیره. بعضی از بچه ها حتی فرصت نمی کنن از اون صندلی ها بلند شن و به طرف درهای خروجی فرار کنن. فردای اون روز تعدادی از اونها رو در حالی که هم دیگر بغل کرده بودن و سوخته بودن روی صندلی ها پیدا می کنن. موج اول یعنی چابکترها و جوانها که به پشت این درها رسیده بودن، اینجا از سرکول هم بالا میرن، اما متاسفانه این درها باز نمیشه. بیناموسا آقا پشت درها را با زنجیر بسته بودند. نه خیر آقا، این درها به جای اینکه از داخل به طرف خارج باز بشه، از خارج به طرف داخل سالن باز میشد. اینجا هم هجوم خود اونها و فشار بدن خود اونها مانع از این میشه که در باز بشه. در نتیجه اونام کنار این درها پشت هم میرزن و خفه میشن. تنها شانسی که این مردم آوردن، اگر بشه بهش گفت شانس، این بود که قبل از اینکه آتش به بدنشون برسه خفه شده بودن. ولی بود به خاطر این شانس باید خدای بزرگم شکر کنن. تردیدی نیست، حمد و ثنای الرحمن الرحیم که در هر شرایط بر هر زی جود و زی وجودی فرض واجبه. کجای کاری؟ میگن آتش دوزخ حتی دود نداره، پوست و گوشت رو میسوزونه، اما تو نمیمیری که راحت بشی. سوختن همینطوری ادامه داره. صحیح. علی محمدی متولی مسجد اسفانیا جناب اینجا گزارش داده برای ما، میگه در موقع آتش سوزی در ورودی سینما رو از خارج با زنجیر بسته بودند. من خودم چند بار با بلیزر با آن زدم که باز نشد. نظر شما چیه؟ علی محمدی بابا بلیزرش کونه کی بود؟ یه پیکان قراضه داشت که اونم فک و فامیلای زنش قرض گرفته بودن که رفتن اهواز. علی محمدی بلیزرش رو دو سه ماه بعدش خرید، حالا هم لابد بنز ضد گوله سوار میشه. ادامه بدید. نظر شما چیه؟ من آقا دلیلی برای بسته بودن در با زنجیر و غیره پیدا نکردم. مردی که قبل از آتش سوزی بچه خودشو به دستشویی برده بود، وقتی برمیگرده درها رو غرق آتش میبینه، از پله ها سرازیر میشه و از در بزرگ سینما فرار میکنه. پس در از پشت بسته نبوده. قربان پلنگی نظافتچی سینما و جوان کارگر دیگه‌ای که الان اسمش به خاطرم نیست، علی جناب سره، علی در اون موقع رفته بودن ساندویچی چیزی برای خوردن بگیرن، بر میگردن و به تب از همین در میان تو. اونا با دیدن دود آتش کپسول های ضد آتش رو بر میدارن، به طبقه دوم میرن، اما متاسفانه طرز کار با کپسول ها رو بلد نبودن. عجیبه که این دو نفر آقا درست قبل از آتش سوزی شکمشان مالش میده و میروند ساندویچ بخرن. اگرم نمی رفتن آقا کاری نمیتونستن انجام بدن. اونا معمولا وقتی بیکاری خودشونو کنار در خروجی سینما میگذروندن. برفرض اگر دو سه دقیقه زودتر هم میرسیدن، چون طرز کار با کپسولا رو نمیدونستن کاری نمیتونستن انجام بدن. تمام گزارش شما جناب بر اساس این فرضیه بنا شده که درهای ورود به سالن نقاط آغاز آتش سوزی بوده. داخل خود سالن چی؟ در داخل سالن منابع دیگری برای آتش سوزی تشخیص ندادید؟ مثل مواد آتش‌سا و قابل انفجار، کپسول محتوی گازهای سمی و غیره؟ خیر. شواهدی در دست هست که از مواد آتش‌سا و گازهای سمی که اسرائیل برای نابود کردن آواره‌های فلسطین و مسلمانان بیت المقدس استفاده می‌کند، در سینما رکس هم به کار برده شده است. شما که متخصص در کشف خرابکاری هستید، چطور متوجه نشدی؟ من از این شواهدی که در دست شماست بی اطلاع هستم.
واقعا اگر چنین شواهدی وجود داره بهتره نشون بدید تا همه من جمله خود من با خبر بشیم. مردم که مثل شما ادعای تخصص در کشف خرابکاری را ندارن خبردار هست. جناب شما واقعا در کف سالن اثری چیزی ندیدید که این شواهد رو اینجا برای ما تایید بکنه؟ اگر میدیدم آقا گزارش میکردم. پس ندیدید؟ ندیدم. پس شما اصلا چی دیدید؟ همونایی که نوشتم آقا. مقدار کفش نیم سوخته زنانه و مردانه و بچگانه، دو تا بطری خالی پپسی و یه قوطی خالی. همون قوطی خالی نمیتونست محتوی گازهای سمی باشه؟ قوطی که من دیدم خیر، قوطی بادام هندی بود و مشابهش در آجیل فروشی کنار سینما وجود داشت. حتی مشخص بود که از اونجا خریداری شده. جناب شما به عنوان یک متخصص از ما توقع دارید که در این دادهای خلقی باور بکنیم؟ علت خفگی سریع اون همه آدم فقط ناشی از گازهای سمی داخل یونولیتای دیوار بوده؟ خنده شما برای چی؟ سوزاندن آن همه زن و مرد و کودک مسلمان که خودتونم الان به آن اعتراف کردین جای خنده و تمسخر داره؟ ناراحت نشید آقا، من به شما نمیخندم، من به اون گزارش خودم میخندم. به استناد اون گزارش شما متهم قبلی رو محکوم کردید. اگر محکومیت متهم قبلی رو نافذ میدونید پس صحت گزارش من رو قبول دارید و حالا برای محکوم کردن من دارین از این گزارش سلب اعتماد میکنید. من به این گزارش میخندم که برای محکوم کردن یک نفر میتونه معتبر باشه و برای نفر بعدی نامعتبر. واقعا این گزارشی هم که شما جور کردید جای خنده و تمسخر هم داره. جناب شما راجع به شخصی به نام علیرضا آشورپور چی میدونید؟ من از هیچ کس من جمله این شخص به عنوان متهم در آتش سوزی اسمی نبردم. متوجه هستم، عرض کردم چی میدونید؟ آشورپور قاچاقچی بود، قاچاقچی اصله، در شهربانی آبادان پرونده داشت. من پروندهشو مطالعه کردم. اون از طریق عراق اصله قاچاق میکرد و به مخالفین دولت در مرزهای ایران میفروخت. آشورپور مرد پرحرف و لافزنی بود. بعد از ماجرای سینما رکس چون جو شهرهای مرزی ایران رو با انقلاب اسلامی موافق میدید در اونجا ادعا کرد که در آتش سوزی سینما رکس دست داشته و دولت عراق هم که در اون زمان با حکومت شاه روابط حسنه داشت آشورپور رو میگیره و تحویل مامورین مرزی ایران میده. همین. پس در واقع آشورپور در این کار دست نداشت؟ بله. ولی توسط رژیم وقت به آتش زدن سینما رکس متهم شد. درسته. و شما میدونستید که جرمش این نیست؟ کاملا. اما چیزی نگفتید. وظیفه نداشتم. وظیفه نداشتم. وجدان چی؟ وجدان هم نداشتی؟ پس تکلیف این تخصص شما چی میشه آقا؟ که بابتش از این مردم بدبخت حقوق و مزایا دریافت میکردی؟ من هر جا که منبر میرفتم میگفتم که آشورپور بیگناهه، رژیم شاه با معرفی افراد بیگناه میخواست سرپوش روی جنایات خودش بگذاره. شما حقوق تخصص در کشف خرابکاری را میگرفتید، ما با گفتن حقایق جانمان را به خطر میانداختیم. ببینید، به شما ایرادی وارد نیست که چرا از هر مطلبی برای حدک حیثیت و احترام از رژیم گذشته استفاده میکنید. عجیبه که چرا مسئله آشورپور رو وسط میکشید. اونو که بلایی سرش نیاوردن، اسمشو با عجله اعلام کردن تا خشم عمومی رو که تشنه دستگیری مجرم یا مجرمین حادثه بود تسلا بدن. برای من عجیبه، به سند محکمتری که بر علیه رژیم گذشته دارید ابدا اشاره نمیکنید. بعد از ماجرای آشورپور یکی از متهمین اصلی حادثه سینما رکس دستگیر شد. این شخص نه تنها به جرمش اعتراف کرد بلکه اسامی طراحان و همکاران خودش هم گفته بود. حالا این آدم رو به جای اینکه در آبادان محاکمه کنن فرستادن تهران تحویل گارد شاهنشاهی دادن. این آقا سند رسوایی. مجرم به جای اینکه تحویل مقامات قضایی بشه داده میشه به گارد شاهنشاهی. من بودم جناب سرهنگ حسین تکبری زاده، من رو داده بودن تحویل گارد. تماشاگران لطفاً کسی با متهم حرف نزنه. من تماشاچی نیستم حاج آقا، داریم اینجا برق میدیم بعد دست آقای کارگردان. ساکت باشید آقا، کاری نکنید که برای حفظ نظم دادگاه از مأمورین انتظامی کمک بخوام. این که رژیم گذشته بیگناه و باگناه براش فرق نمیکرد که تازگی نداره، همه رو میگرفت، همه رو شکنجه میداد. الان اگر از حاضرین همین مجلس سوال بشه که چند نفرشان بیگناه به زندان رفتن و شکنجه دیدن، خیلی هاشان دست بلند میکنن. یا همین بابایی که ادعا میکنه گرفتنش
تحویل گاردش دادن و حالا خودش اینجا این خرط اولاغی رژیم طاغوت رو ثابت میکنه. و الله اگر این مجرم بود الان زنده بود، براشون کاری داشت کشتن این موجود لخت و پاپتی؟ علت این که مجرم رو محاکمه نکردن و حتی اسمش هم اعلام نشد این بود که وزیر اطلاعات وقت از شاه خواست در این کار عجله نکنه. خواهش میکنم، مجرم در اعترافات اولیه خودش اسامی کسانی رو گفته بود که از شاگردان و پیروان رهبر انقلاب بودن. در آن روزها خواهش میکنم آقا اجازه بدید، در آن روزها قرار بود ملاقاتی بین تیمسار کاتوزیان و رهبر انقلاب در پاریس صورت بگیره، شاید قائل از طریق مسلمت آمیز بخوابه. وزیر اطلاعات وقت عقیده داشت فاش کردن نام مجرمین اصلی شانس این ملاقات و نتایج احتمالی اون رو از بین خواهد برد. به این ترتیب پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت و مسائل بعدی تحت تأثیر حادثه سینما رکس به قدری سری جلو رفت که دیگه فرصتی برای مطرح کردن این پرونده باقی نموند. پرونده در همون ماهای اول انقلاب گم شد و وزیر اطلاعات بیچاره که تنها جرمش اطلاع از چند و چون این پرونده بود تیرباران شد. حالا لازم نیست شما برای دشمنان انقلاب که به تشخیص شورا و دستور رهبر انقلاب معدوم شدن نوه خانی کنید. نوه خانی حرفه من نیست آقای عزیز. بسیاری اطلاع دارند که وزیر تیرباران شده مرد شریف و وطن پرست و با ایمانی بود. اون سالها از منتقدین و مخالفین رژیم گذشته بود. با اینکه بارها بهش پیشنهاد وزارت و وکالت شده بود، تنها وقتی به این کار تن در داد که فکر میکرد مملکت در آستانه سقوط قرار گرفته و مردانی امثال او میتونن کاری انجام بدن. شما خودتون بهتر میدونید که دکتر عاملی تهرانی قربانی شناختن مسببین اصلی سینما رکس شد. از میون متهمین جناب شما در واقع تنها کسی بودید که به طور داوطلبانه به ما نامه نوشتید و گفتید حاضرید برای روشن شدن برخی از مسائل پشت پرده فاجعه سینما رکس در این دادگاه شرکت بکنید. درسته؟ درسته. چرا؟ خب برای گفتن همین حرف آقا، برای اینکه به عنوان یک ایرانی نسبت به شهدای سینما رکس و خانواده و بستگان اونها احساس مسئولیت میکردم. اونا شهید نیستن آقا، شهید کسیست که در راه حق جان میده، نه برای دیدن یک فیلم مزخرف. حالا به شما بر نخور آقا جان. به هر حال جناب استنباط ما این بود که شما میخواین لطف بکنید در این دادگاه پرده از اسراری بردارید که در اون زمان به عنوان یک افسر و بنا به مساله شغلی نمیتونید به زبون بیارید، نه این مطالبی که عنوان میکنید. ببینید آقا، مواردی که امروز حقیقت خودشو آشکار کرده در زمان رژیم گذشته البته به صورت شایعه وجود داشت، ولی من سعی کردم این شایعات به گزارش من راه پیدا نکنه و فقط در چارچوب مشاهدات عینی خودم بمونم و به اون چه که نسبت بهش دلیل قطعی ندارم ابدا اشاره نکنم. مثلا احتمال دخالت مذهبیون افراطی در امر آتش سوزی. جناب این که واهمه نداشت، اتفاقا چه بهتر از این. باور کنید اگه در اون مقطع شما این مسئله رو افشا میکردید و میدادید در روزنامه‌های عصر مینوشتن، رژیم خیلی هم از شما خوشش میامد و احتمالاً بهتون یک جایزه، مدالی، اضافه حقوقی چیزی میداد. واقعاً چرا اشاره نکردید؟ شاید الان باور نکنید، ولی در آن روزها خود من هم به انقلاب سمپاتی داشتم. پس شما با پنهان نگه داشتن افکار باطنیتان در واقع به ولی نعمت خودتان خیانت کردید. وقتی که به رژیم خودی خیانت میکنید چه نقشه‌ای برای رژیم دشمن دارید؟ بنده دیگه از آقا سوالی ندارم. ایشان آقا با استفاده از تخصصشان در کشف خرابکاری امروز حرفهایی را میزنند که باید یک سال پیش موقعی که دور اربابشون بود میزدند. سال آخر من از ایشان اینی که در مأموریت‌های ضد خرابکاری گشنم همینطور از تخصصشون استفاده میکردن یا خیر؟ به این سوال شما جوابی نمیدم. جوابی نداری که بدی، بدتر گند کارت در میان. میدونی که رژیم برای سرکوب کردن جنبش های اسلامی قم و تبریز و آبادان و همینطور جاهای دیگه از گزارش های ضد خرابکاری مثل تو استفاده میکرد؟ جواب نمیدم چون قرار اینجا به مسئله سینما رکس رسیدگی بشه.
شما برای رسیدگی به همین مسئله که مسئله کوچکم نیست به ابزار استدلال، سواد، وجدان و صلاحیت اخلاقی کافی مجهز نیستید. از چی داری صحبت میکنین؟ کسی که سواری نمیدونه قاچزی نمیچسبه. خودش میدونه کجا باید بره. بفهمید اونجا چرا از این فرصت طلایی که به دستتون افتاده استفاده نمیکنید؟ چرا حقیقت رو به مردم نمیگید و با این کار انقلابتون رو که به همین زودی در سراشیب سقوط افتاده نجات نمیدید؟ این محاکمه همونقدر برای بقای انقلاب مؤثره که حادثه سینما رکس برای توفیق انقلاب. بدون اون حادثه شاید آبادان به شورش کشیده نمیشد، صنایع نفت از کار نمیافتاد و رشته حیاتی رژیم گذشته قطع نمیشد. متعصبین مذهبی درسته که با این کار باعث سوختن 400 موجودی بیگناه شدن، ولی در عوض انقلاب خودشون رو به پیروزی رسوندن. شما با توضیح همین مسئله برای مردم میتونید این قده چرکین و سرطانی رو برای همیشه از پیکر انقلابتون دور کنید. با توضیح اینکه اونا قصد کشتن کسی رو نداشتن و فقط برای پیروزی انقلاب و شوراندن مردم دست به این کار زدن. و این ملت رو که هنوز از پیروزی انقلاب سرمست با دارین که اونا ببخشن. ولی متاسفانه شما قدر این فرصت طلایی ندونستید و شانس پیروزی انقلاب رو یک بار دیگه از مردم رو ستم کشیده این مملکت گرفتید. شما با پنهان کردن نام مجرمین اصلی و گناهکار به دادن ما آدمای عادی و اینجور گناهکار قهرمان خواهید شد. در این مورد یک چند کلاس شما بازنده اید. خاموش کن اون چراغا. من کارمند صنایع نفت هستم. مدیریت سینما شغل اصلی من نیست. به خاطر علاقه که به سینما داشتم در کنار شغل اصلیم و به طور نیمه وقت در سینما مشغول کار شدم. اوایل راهنما بودم و با چراغ قوه مردم رو به صندلی‌هاشون راهنمایی می‌کردم. بعد شدم کنترل دم در و بلیط پاره کن. یه مدتی هم آپاراتچی بودم. اما بعد از سالها به خاطر اعتمادی که صاحب سینما به هم پیدا کرد تمام اختیارات و مسئولیت‌های سینما رو گذاشت به عهده من. من شدم مدیر سینما. مدیر سینما بودن طبعا کار مشکلیه، اینطور نیست؟ بله همینطوره. به خصوص که به قول خودتون صاحب سینما هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن آدم انداخته باشه. همینطوره؟ بله همینطوره. در این صورت شما چطور به شغل اصلیتون در پالایشگاه شرکت نفت می‌رسیدید؟ یعنی در موقع لزوم کدوم یکی از این مشاغل رو فدای اون دیگری میکردید؟ معمولاً هیچ کدوم، چون سانسای سینما البته به جز ایام تعطیل بعد از ظهرها بود. منم تا 2 بعد از ظهر بیشتر اداره نمیرفتم. شما متأهل هستین؟ بله. چند سر عائله داری؟ همسرم، 2 بچه و مادرم که با ما زندگی میکنن. چطوری به زن و بچه میرسیدی؟ با کدام وقت؟ شرمنده هم از همسرم شرمنده هم. از بچه هم میدونم که هیچ وقت پدر خوبی نبودم. تو این همه سال ما با هم به هیچ سفری نرفتیم. اگه یه تعطیلاتی بود و به ندرت اونا جای میرفتن من همراهشون نبودم. زنم هر وقت آلبوم خانوادگیمونو نگاه میکنه میگه جای تو همه عکسا خالیه. شب حادثه کجا بودید؟ ساعت 9 گیشه رو تحویل گرفتم. بلیت فروش حساب سانس آخر رو به هم داد و رفت. 378 بلیت فروخته بود. من توی دفتر حساب فروش اون شب و بستم. مقداری پول نقد برداشتم گذاشتم توی صندوق و بقیه رو برای اینکه با خودم ببرم بانک برداشتم. توی راه رو قربان پلنگی نظافتچی ازم پرسید آقا ماشینو از پارکینگ بیارم. گفتم نه من خودم میرم پارکینگ. آخه قربان عشق رانندگی داشت. قربان پلنگی شما رو در راه رو دید که از سینما خارج شدید؟ مطلبتون بفرمایید. بله، از سینما یه راست رفتم منزل. طبق معمول بچه ها شام خورده بودن و غذای من توی فر بود تا گرم بمونه. وسط شام خوردن بودم که قربان تلفن کرد که چرا تا آخر نمایش فیلم در سینما نماندی؟ لابد بهت الهام شده بود که خطری در کاره. سانس آخر هیچ کسی نمیمونه به جز یکی دوتا از
کارکنان بقیه میرن خونه هاشون. من خودم سانس آخرش وقت نمیموندم مگر اینکه مهمونی چیزی داشته باشم. شما گفتید چند سال در کار سینما بودی؟ یعنی در کار نگهداری از سینما بودی؟ 21 سال. 21 سال. در تمام طول این 21 سال در سینما رکس کار میکردی؟ تقریبا. شما در طول این مدت به عنوان مدیر یک سینما متوجه نشدین که درهای خروجی سینما عوضی کار گذاشته شدن؟ یعنی به جایی که به طرف بیرون باز بشن به طرف تو باز میشن؟ نه خیر. و هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیامد؟ خیر. شاید دلیلش این بود که یکی از کارکنان قبل از تموم شدن فیلم میرفت درها رو تاغباز میکرد تا مردم بتونن خارج بشن. پس در واقع درهای خروجی سینما مأمور هم داشت؟ بله. ولی شب حادثه گویا در سینما نبود. چرا، متاسفانه اون شب اونم تو سالن بود و با بقیه سوخت. شبا توی سینما میخوابید چون هیچکی رو نداشت. هیچکی هم سر قبرش نیمد. همه سوم هفته چله داشتن غیر اون. هیچ فکر کردی که اگر اون درهای لعنتی رو روی اصول صحیح تعبیه کرده بودن و یا تو یاد کارگرها داده بودی که چجور با کپسول اطفاء حریق کار کنن، چند نفر نجات پیدا می کردن؟ بله فکرشو کردم. چی بگم، من خودم هم طرز کار با کپسول ها رو نمی دونستم. خیلی حرفه ها. آدم عمری از قبل مردمی که به سینما میرن زندگی بکنه اما حتی یک بار به فکر ایمنی و سلامتی اونا نباشه. اگه میخواین نتیجه بگیرین که کار نکردن کپسولا یا غلط کار گذاشتن درها تقصیر منه، خب بگیرین. من قصد دفاع از خودم ندارم. راستش میدونین چیه، زندگی دیگه را دستم نیست و الا به توصیه زنم گوش میکردم و از اینجا میرفتم. به هم اصرار میکرد اینجا نمونم. میگفت بالاخره اگه دستشون به کسی نرسید میان تو رو میگیرم. میگفتم آخه کجا برم؟ هر جا برم میتونم فکر نکنم؟ یا میشه برم جایی که موقع غذا خوردن آدمایی که تو آتیش پرپر میزنن جلوی چشم نیاد؟ خب این خودش یعنی احساس گناه. اگر نگیم بهش اعتراف به گناه. این احساس گناه نیست، احساس بدبختیه. شما هر چی میخواین بگین بگین، اما من خودم مقصر نمیدونم. سینما رکس از لحاظ ایمنی از سینماهای دیگه آبادان نه بهتر بود نه بدتر. برین نگاه کنین، این اتفاق اگه تو هر سینمای دیگه میافتاد و به همین شکل و تعداد آدم توی سالن بود در همین حدود تلفات میداد. اگه درهای ساختمون عوضی کار گذاشته شده، تقصیر شهرداریه که از اول اجازه ساختمون داده. بعدم فرهنگ و هنر که با وجود این همه کد غلط این اجازه رو هر سال تجدید و تمدید کرده. اگه من و یکی دوتا از کارکنا طرز کار با کپسولا رو نمیدونستیم، به خاطر این بود که این کپسولا اونجا فقط دکور بود. کارگر آتش نشانی یا مسئول امنیتی کارشو سرسری میگرفت، اصلا اهمیت نمیداد که کسی میتونه با این کپسولا کار بکنه یا خیر. اگه یکی دوتا مامور انتظامی که باید سر پستاشون میبودن سر پستاشون نبودن، تقصیر شهربانی که همه مامورینشو از همه جا جمع کرده بود که فقط پالایشگاه نفت رو بپان. حالا تاوون این همه نابسامانی رو من باید بدم؟ من حرفی ندارم، اما انتظار نداشته باشین که خودم رو گناهکار بدونم. حرفایی که میزنم به خاطر همدردی با کسایی که برادر، خواهر یا بچه‌شون رو آوردن تو سینمایی که مسئولش من بودم، بعد اومدن جسد سوخته‌شون رو تحویل گرفتن. احساس دلسوزی میکنم برای ابوالفرز کارگر سینما یا ناصر آپاراتچی. آپاراتچی اون شب مثل اینکه داخل سینما بود اینطور نیست؟ بله، اونم تو سالن بود و با بقیه سوخت. ناصر 20 سالش بود، داشت پولاشو جمع میکرد بره خارج که درس سینما بخونه. هر وقت یه فیلم بدی نشون میدادیم یه جوری به هم نیش میزد، میگفت آقای دهاغانی بیان این فیلم ها رو نگاه بکنیم ببینین چه مزخرفای ما نشون مردم میدیم. خب حق داشت، البته بعضی وقتا فیلم ها به قدری زشت و قبیح بود که من خجالت میکشتم با خانواده خودم اونا رو نگاه کنم. میگفتم خب ناصر خان همین هاست میسازن اینجا دیگه، ما که نمیتونیم فیلم ایرانی رو از خارج وارد کنیم.
شما برو خارج درس سینما بخون، برگرد بیا فیلمای بهتر بساز، ما نشون میدیم و به وجودت افتخار میکنیم. جز اون دو نفری رو که اسپردی، کسان دیگری هم در میان قربانیان حادثه به طور مشخص میشناختیم؟ به طور مشخص باورتون نمیشه. رحیم آقای چراغساز زن و دوتا بچهش رو آورده بود سینما که فیلم آقاسی ببینن. دوتا پسر دوقلوی 13-14 ساله. رحیم آقا اومد پیش من و گفت که قرار بود فیلم آقاسی نشون بدین. گفتم انشالله هفته بعد. گفت خب حالا این فیلم گوزها چطوره؟ به دیدنش میارزه؟ گفتم فیلم خوبیه، مردم استقبال کردن، ما هم نمایشش رو یک هفته تمدید کردیم. رفت 4 بلیت خرید اومدن تو. آقای کارگردان، 4 جنازه به نفع شما. این 4 نفر رو 100% من باعث شدن بیان تو. اما روحم خبر داشت اینطوری میشه؟ بابت این 4 نفرم احساس گناه نمی کنی؟ قتل غیر عمدم که حساب کنی باز 4 نفرم. به خاطر این 4 نفر احساس گناه می کنم. رحیم آقا، زنش، بعد قلوی 14 سالش. از این 14 ساله ها زیاد قربانی داده انقلاب. از این تازه سالهای جوان و معصوم زیاد تومه مارهای سمی زحاک زمان شدن. میگن هیچ داغی درد داغ جوانو نداره و درد داغ هیچ جوانی هم به اندازه درد داغ جوان 11 ساله کربلانی. مادر لباس دامادی تازه به اون قامت نازنینش کرده بود. اهل بیت دارن تو خیمگاه تدارک حس نمیبینن براش. اومد رفت خدمت عموی بزرگوارش، رخصت میدان بر بر شهیدان فرمود من به تو اجازه جنگ نمیدم، چون قامت دیدار رو عروس میفتی تو حوض نقاشی. باشه که رو بابا دست نزن. اینجا جناب، تشریف بیارید اینجا و قسم بخورید. به همین کتاب قسم که شما دروغ بود. کافیه؟ نه، قسم باید به خودت برگرد. در واقع متهم با قسم خوردن وضعیت خودش رو روشن میکنه نه دادگاه. بفرمایید. من به چیزی که اعتقاد دارم قسم میخورم. من اعتقاد دارم که عامل جنایت سینماره خود شما هست. لااقل قسم بخور که راست میگی تا مردم حرف تو باور کنن. به همین کتاب قسم که تو از تبار مفسدین فرعز. بسیار متشکرم. قسم من از تبار آدمایی هستی که فقط و فقط از رای پاندازی برای مفسدین فرعز بکنی. بزن اسمان دور کل محله از ما باش درو. کاری کن تو بند تو. کاری که باید بعد از این محاکمه قلقبی بکنی اول بکن. ولا جداد بالجاهل. یعنی با نادان جدال مکن. ما اگر به عمل متقابل به مثل دست بزنیم درست میشیم مثل شما.
خدمه تاغوت. یعنی عامل شلاق و شکنجه، خشونت و خفقان و ترور. که شما ها نیستیم. جناب ما هرچی که هستیم و نیستیم تفاوتمون با شما میدونید چیه؟ اینه که با همه اهانت‌هایی که میفرمایید باز بهتون اجازه میدیم از خودتون دفاع کنید، اونم نه در اتاق‌های تنگ و در بسته ساواک یا اون زیر زمین های نمور و متعفن شهربانی، بلکه در ملأ عام جلوی چشم دوربین های تلویزیونی. این وقاحتتون رو ثابت میکنه که بدون بهانه از مردم رسواییتون حتی در تلویزیون هم نشون میده. خودتان را معرفی کنید. سوال را نشنیدی؟ گفتم خودتان را معرفی کنید. نام منوچهر، شهرت بهمنی، فرزند یوسف، متولد آمر، شغل افسر شهربانی خوزستان، درجه ستوان یکم، محل خدمت اداره پلیس آبادان. این مشخصات رو تایید می‌فرمایید؟ چیه؟ داره خودشو به کری میزنه؟ نکنه دید نفسی چیزی میخواد؟ آقا اگر شما سوالی دارید بفرمایید. سکوت علامت رضاست. آخه اگه اینه که ادعا میکنه که حتی اسمم هم درست نگفت، این مسخره بازیه برای چیه واقعا؟ مگه من به تشخیص شما مجرم نیستم؟ برای ما که مشخصه که هستی، میخواییم برای اونا مشخص بشه. قرض از سوال و جواب روشن شدن حقایق برای اونا. خب چرا من از شما سوال نکنم؟ اینجا شاید حقایق روشن‌تر بشه، که حتما هم میشه. شما از ما سوال کنید؟ چرا که نه؟ به حق چیزهای نشنید آقای علیشاهی. جناب این قانون کجاست که متهم قاضی رو محاکمه کنه؟ تاوت. این محاکمه است؟ بله. تو داری برای من حرف از قانون میزنی؟ بله. این دادگاه یه اصول چه قانونی داره اداره میشه؟ روی اصول محاکمات انقلابی. اصول محاکمات انقلابی اگر یعنی هر دنبیل. خب چرا من از شما سوال نکنم؟ شما متهمی. دیگه دارین تعارف میکنید. من مجرمم. قاضی الان مگه خودش اینجا نگفت جرم من برای شما مشخص شده و گفت این سوال و جواب فقط به فقط برای اینه که حقایق روشن بشه. من به شما قول میدم که اگر من سوال بکنم حقایق بهتر روشن بشه. یعنی شما میفرمایید که ما اصلا از شما سوال نکنیم؟ چرا؟ چرا؟ اول من چند تا سوال میکنم، بعدش در اختیارم. خب بذارید آقا سوال کنه. ایشون از ما سوال کنه؟ بله آقا بذارید سوال کنه. گفت آن کرا حساب پاک از محاسبه چه باک. بفرمایید سوال کنید. خواهش میکنم هر چی دلتان میخواد بفرمایید سوال. بفرمایید. در واجوی مقدماتی من چند تا اسم به عنوان طراح اصلی آتش‌ریزی سینمارکس به شما دادم. چرا هیچ کدومشون در این بیدادگاه حاضر نیستن؟ از جناب‌عالی سوال شده بوده که در رابطه با آتش‌ریزی سینمارکس در شهربانی یا ساواک کسانی رو میشناسید که در این کار دست داشتند؟ برای تخفیف مجازات خودتون اسامیشون رو به ما رد بکنید. من فقط شما در عوض از کسانی اسپردید که همگی از افراد مورد احترام این رژیم من فقط بعد مخالفین 100% اون رژیم بودن. من شاید شما همه ملت عزیز ایران رو به این کار متهم بکنید، ما باید خرفششو کنیم به این دادگاه برای اینکه تو میخوای. من فقط 5 تا اسم به شما دادم که مردم آبادان به خصوص خوب میشناسنشون. پس کنید که من بهشون تهمت زده باشم. نباید احضارشون کنیم بیان اینجا که از خودشون رفع اتهام کنن؟ شاید بعضیاشون با دیدن این همه داغ دیده منتظر وجدانشون بیدار میشد و اعتراف میکردن. افرادی مثل رشیدیان، سید عربی دیگه اینقدر جزء محترمین شدن که نمیشه به دادگاه احضارشون کرد. از قضا من با آقایان رشیدیان و کیاوش تلفنی تماس حاصل کردم. هر دوی ایشان رابطهشان را با فاجعه سینمارک انکار کردن. عجب بابا حاجی، چرا نیومدن توی دادگاه انکار کنن؟ چه توقعاتی دارید آقا شما؟ نماینده شورای اسلامی با اون همه مشغله و مسئولیت از تهران بلند بشه بیاد آبادان برای اینکه شما خواستید؟ اینا که تا چند وقت پیش تو معلم زپرتی فقه و شریعت بیشتر نبودن؟ حالا که بابت دستورششون کردی نماینده اعواز، یکشون نماینده آبادان. بگین این جون آدم ها تو اون مجلس کوفتی چه کار مهمی انجام میدن که مهمتر از دستی دیگه به این فاجعه باشه؟ چیزی که این همه مردم خوزستان ازش زخمی اند و بهش حساسیت دارن.
مگه اینا به اصطلاح نماینده همین مردم نشدن؟ یا اون لات آسمونجری که گذاشتیم تو سپاه پاسداران؟ اونو بگو جناب صاحب، اونو بگو. لطفاً از ذکر نام دیگران که در ارتباط با این دادگاه نیستند، به خصوص از دادن القاب اهانت‌آمیز و نسبت‌های زشت به دیگران خودداری فرمایید. گیرم که راه اونا دورن و یا به قول شما به شغل‌های حساس مشغولن. علی محمدی متولی مسجد اسمانی ها که خیلی به شما نزدیکه، این آقا همزمان با آتش سوزی قبل از اینه که آتش نشانی خودشو به محل برسونه در تمام شهر شایع میکنه که مأمورین دولتی سینما رکس آتش زدن. مسجد اسمانی ها کجا؟ سینما رکس کجا؟ این خودش ثابت نمیکنه که این آقا در جریان بوده؟ و یا کسانی که سینما رکس آتش زدن تلفنی در جریانش گذاشتن؟ یا ابوالپور دانشجوی دانشکده نفت که گذاشتینش رئیس آموزش و پرورش کجاست؟ آموزش و پرورش که تا اینجا دو قدمه، همه شهر میدونن پستی که گرفته مزد شرکت شهرین کوته است. هر دو اشخاصی را که نام بردید در بازجویی مقدماتی احضار شدن، پرونده شان آنجاست. هر دو در حضور شهود به قرآن قسم خوردن که رابطه ای با فاجعه سینما رکس نداشتن. قرآن کمرش نداشت. لا اله الا الله. امام جمعه آبادان چی؟ حجت الاسلام جمعی که همه این آتشا از گروه اون پا میشه، اون چی؟ اونم حد قسم خود دیگه کاری نکرده. بله؟ شایعات در مورد امام جمعه آبادان توسط زنی به نام نن نمکی که در محافل زنان بدون جواز روزخانی میکرد پخش شده. ما این زن را احضار کردیم، در حضور شهود اقرار کردن که روی خصومت و عناد شخصی این حرفا رو زده. اولش بابا ننه کرین درس کرد، ما چهار نفر بودیم قرار بود 40 تا بگیریم، بعد این کریم که با اومده بود وسط راه کارش خراب شد، بالا آورد، یه مسموم چیزی شده بود. بعد که کارمون تموم شد اومد دستاش رو بخورد. حاج آقا آخه چه دعته اون که دیگه با ما نیومده بود که ها؟ ما چه دعته؟ بعد ناراحت شد پاشو رفت به ننش گفت، وقت از اونجا درس کرد. آقا اینجا ناسلامتی دادگاه زن درد دلش با شده. دادگاه خلق انقلاب زده مگه نیست؟ آخه بزنه خلق بیچاره حرفشو بزنه. بزنه بزنه، همه میتوانن بیان اینجا حرف بزنن، اما نداهم. بذارین اول ما کار شما رو تمام بکنیم، بعد هر کی دلش خواست میتونه بیان اینجا حرف بزنه. اصلا ما خودمون ازشون خواستیم که بیان حرف بزنن، مگر نخواستیم؟ جناب سربان، اگه سوالات جناب عالی تموم شد، به عنوان دادستانی محکمه جسارتاً یه چند تا سوال مختصر ازتون میکنم. یک سوال دیگه بفهمید. بعد از آتش سوزی و افراد شهربانی برای پیدا کردن و جلب افراد مشکوک و مظنون مأموریت ویژه داده شد. مخصوصاً دستور داده شد افرادی که با نسبت دادن این فاجعه به دولت قصد آشوب دارند تحت مراقبت شدید قرار بگیرند. یکی از افراد مشکوک که مردم رو به شورش دعوت میکرد خود شما بودی، درسته؟ کلمه مشکوک را شما نابجا به کار میبرید. من آشکارا مردم را به شورش دعوت میکردم. رژیم سعی میکرد که این جنایت رو به گردن مخالفین به خصوص مذهبیون بندازه. من به روی منبر با ادله و براهن برای مردم ثابت می کردم که این کار کار خود حکومته و ازشان می خواستم که انتقام خون جگرگوشه هایشان را از قاتلین اونا پس بگیرم. بله، این حرفا زده شد که امروز ما اینجا نشستیم و شما آنجا. من از کسی خرد فرده نداشتم. اون موقع هم جانم کف دستم بود، حالا شبی که از مسجد فرح‌آباد برمیگشته من شما را تعقیب کردم. بهتره بگی مسجد قدس، اسم فرح دیگه به اماکن مقدسه نمیچسبه. اون ممر لولو برد. من شما را تعقیب کردم. شما ترک یک موتور سوار نشسته بودی و برای اینکه شناخته نشی عبا و عمامت برداشته بودی گذاشته بودی توی کیسه. برای این نبود که شناخته نشم، اما من از باز می بود. <تص->
عبارم لابد باد می بود. من چند بار به شما ایستادم، شما به راهتون ادامه دادین، معلوم بود که با سرعت دارین فرار میکنین. موتور صدا میکرد، ما صدای ایست شما را نمیشنیدیم. من متوقفتون کردم، شما به من دشنام دادین، منم یه سیلی به گوش شما زدم. من به شما دشنام ندادم، اعتراض کردم که اونجور وحشیانه جلو موتور نبیجی. چیزی نمانده بود که منو همراه هم سید اولاد پیغمبر کشته بشید. من به گوش شما سیلی زدم، درسته؟ بله، شما به گوش من سیلی زدید، محکمم زدید، دوتا هم زدید. و امروز از میان آن همه مأمور و افسر شهربانی که در تعقیب افراد مظنون و شورشی بودند، فقط من اینجا دارم به جرم مشارکت در آتش‌سوزی سینمارکس محاکمه و حتما هم اعدام میشم. دیگه سوالی ندارم. لعنت. بفرمایید. نخیر، تمنا میکنم بفرمایید آقا. بفرمایید. قابلی نداره. قبل از مطرح کردن سوال اصلی خودم، چون خود جناب‌عالی به سیلی زدن به گوش یک فرد روحانی اعتراف کردید، اجازه بدید یک توضیح مختصری ازتون بخوام. آیا شما به عنوان یک افسر پلیس اساساً حق داشتید به گوش کسی، هر کسی، سیلی بزنید؟ نه خیر، چنین حقی رو نداشتم، اما افسر پلیس هم گاهی عصبانی میشه، حتی اشتباه میکنه. پس اعتراف میکنی که قانونا حق نداشت که کسی رو سر خود محاکمه به همانجا فل مجلس مجازات برسون؟ بله، قانونا چنین حقی رو نداشتم. پس لطفا به ما ایراد نگیرید که چرا در این محکمه برخی از مواردی که شما اسمشو قانون میذارید رعایت نمیکنید. جناب، در طی سالها هزاران هزار بیقانونی توسط عمال رژیم انجام گرفت که کار به انقلاب و در نتیجه برگزاری چنین محاکمه ای کشیده شد. من قبول دارم کاری که کردم خلاف بوده، اما هر خلافی برای خودش مجازات مشخصی داره. دلیل نداره که من امروز به خاطر سیله زدن به این آقا به عنوان عامل جنایت سینمارکس معرفی و مجازات بشم. به اونش هم خواهیم رسید. فعلا سوال اصلی خودم، سینمارکس در فاصله بسیار کمی از اداره شهربانی آبادان قرار داشت، درسته؟ بله. اداره شهربانی آبادان به خاطر مراقبت از خودش هم که شده میباید حداقل حوالی دور و بر خودش رو بیشتر از اینا مراقبت میکرد، اینطور نیست؟ لابد. ولی در حوالی سینما رکس هیچ مأموری نگذاشته بود. مأمورین تمام سینما را برداشته بودند، تنها سینما رکس نبود. بله، اینو مدیر سینما هم اینجا گفت، مأمورین سینما ها رو برداشته بودند و فرستاده بودند به جاهای دیگه، اون جاهایی که منافعشون بیشتره. این حرفا چه ربطی به من داره؟ مأمورین رو متمرکز کرده بودن توی پالایشگاه، چون هدف اصلی خرابکاری شرکت نفت بود. اصلا تمام این علمشنگه به خاطر این بود که شرکت نفت از کار بیفته که افتاد. اینو خود شما بهتر از همه میدونی. ولی همه ی مأمورین رو به مراقبت از پالایشگاه شرکت نفت نفرستاده بودن جناب. یه چند تایی به خصوصی هم گذاشته بودن مراقب میخانه و کاباره هتل پرسیا باشند، درسته؟ درست است یا نه؟ بله. که تصادفاً جناب‌عالی هم جزشون بودین، اینطور نیست؟ دستور داشتم. مأمور که حوزه مأموریت خودش انتخاب نمی‌کنه. اونجا که پالایشگاه شرکت نفت نبود جناب، محل رفت آمد و اقامت خارجی‌ها بود. خارجی‌ها به محل‌های دیگه هم رفت آمد می‌کردن، اونجا محل عیاشی بود جناب. رهبر انقلاب دستور داده بود که تمام کاباره‌ها و کازینا رو منفجر کنند. رهبر انقلاب چنین دستوری نفرموده بود. فتوای ایشان این بود که از مراکز فساد اجتناب کنید. آنهایی که به این مراکز می‌روند و اشخاصی که این مراکز را اداره می‌کنند از ما نیستند. به هر حال در نتیجه این فتوا، این مراکز مدام از طرف متعصبین تهدید می‌شد. در این شهر مراکز اشتراکی دیگری هم وجود داشت و خارجی‌ها در هتل‌های دیگه هم اقامت داشتند و رفت آمد می‌کردند. ولی شهربانی آبادان مأمورینش رو فقط به هتل پرسیا داده. شما چند سال در آبادان هستی؟ من بزرگ شده آبادانم. اکثر مردای آبادانی میدونن که واردات این هتل از لحاظ اجناس لطیف و موبور بیشتر از مراکز دیگه بود. نتیجه که ضمن این مرکز
محلی بود برای عیاشی رجال که برای کار که البته کار یک بهانه بود به آبادان می آمدن. نتیجه که تیمسار معدوم قائم مقام شهربانی کل کشور که چندی پیش اعدام شد با صاحب این هتل مناسبات بسیار نزدیک داشت و در هر سفر سوئیت مخصوص و واردات دست اول در اختیارش قرار می گرفت و شهربانی آبادان به همین دلیل می باید هوای این محل رو به خوبی نگه می داشت. گیرم که اینطور بوده. تقصیر من چیه؟ وقتی حفاظت محلی به من واگذار میشه مگه میتونم بگم نه؟ البته که نمیتونید بگید نه، به خصوص که این مراقبت برای محافظ خالی از لطف و لذتم نبوده باشه و با سلیقه و خلقیاتشم جودن. آخه آدم عاقل و خوش سلیقه، افسر آبی پوش و شهربانی خانمای لبند و موهور آمریکایی رو دل میکنه میره مراقب لوله‌های کلوفت و ذخیم نفت باشه. نوزو بذار، این حرفا چه ربطی به سینما رکس داره؟ رابطه اینه که شهربانی آبادان همه مراکز اشتراکی رو ول میکنه و مامورین مراقبش رو فقط به دو محل میفرسته، یک پالایشگاه شرکت نفت که میفهمیم و دو با عرض معذرت جناب جعفری روسی خانه غیر رسمی هتل پرسیان. یعنی برای رژیم فقط دو مرکز شایسته مراقبت و محافظته، پول و روسبیگری، و تصادفاً شما در خدمت محل دوم در میایید. یعنی دربانی فاحش خانه رو جنابالی با لباس رسمی انجام میدید، اون وقت من در این محکمه توسط شما متهم به پا اندازی و جاکشی میشم. در اختیار شما. قبل از آتش سوزی سینما رکس شما در آبادان نبودید، درسته؟ دو هفته مرخصی سالانم بود، رفته بودم اهواز. مرخصی شما کی تمام میشد؟ یادتان هست؟ 29 مرداد. اون وقت شما کی برگشتی؟ 28 مرداد. چرا یه روز زودتر؟ اشکالی داره؟ آخه این درست روز حادثه است؟ خب من چه؟ من اومده بودم به کار خونم برسم، آماده بشم فردا برم سر خدمت. پس چرا دوره بر سینما دیده شده بودید موقع آتش سوزی؟ من خونه نشسته بودم که این اتفاق افتاد. بهم خبر دادن که چه نشستی سینما رو که آتش گرفته. منم فوراً لباس پوشیدم اومدم کمک. اگه شما بودین نمی اومدین؟ من از کی دارم میپرسم؟ کی به شما خبر داد؟ سربازمان محمد کاری. آه! همون که به محمد شیطان معروفه و تمام آبادان از دستش آفی و شاکی هست. به روباه گفتن که شاهدت کیه؟ گفت دنبم. دیگه دارین چرت میگین، دیگه دارین چرت میگین. ما اگه مثل خود شما تو این قضیه دست داشتیم تو 7 تا سوراخ قایم میشد. نه اینکه بیام دوره بر سینما از جونمون مایه بذاریم شاید بتونیم مردم بدبخت و بیچاره رو از تو آتشه بکشیم بیرون. فقط من تنها نبودم، تمام مامورینی که این خبر رو شنیده بودن فعالیت میکردن. اگه حضور ما دوره بر سینما دلیل جرمه، پس باید برای تمام مامورین باشه و به خصوص برای فرمانده عملیات. سرهنگ هنافر فرماندهی عملیات الان در ردیف نشسته که حد اکثر میتونین 2 سال حبس براش ببرین. این اندستانی شما. آقا دیگه من مایو شخص کاری ندارم. خودتونو حامی ضعفا معرفی میکنین در حالی که هنر اصلیتون ضعیف کشتیه. شعار اصلیتون اینه که دولت یعنی سبک و شربانی برای بدنام کردن انقلابیون و ابقاء رژیم شاه سینما رکس آتش دادن. اصلا این نقشه خود شاه بوده. فرض کنیم که اینطوره، پس چرا طراح اصلی رو گذاشتین بره؟ رهبرتون از اون اول پاشه توی کفش کرده که الا و بلا این باید بره. حالا که رفته میگه باید برگرده. اگر قرار بود برگرده پس چرا از روز اول شرط اصلی رو بر پای رفتنش گذاشتین که بعدش فلان پاسبان بیچاره رو و یا به همان استوار بدبخت و به امثال منو به گناه خدمت به اون شخص بکشین؟ هیچ جای کشی نیست. آقا ما تا کی باید عواطیل این شخص رو تحمل کنیم؟ خواهران و برادران مسلمان، در اینجا پایان دور اول بزرگترین تامین ردیف اول رو اعلام میکنم و تا پایان دور دوم دادگاه به عنوان تفقد تعطیل اعلام میشه. بزرگترین گناه شاه این بود که سیاست پدرشو در مورد شما خوندا دنبال نکرد. گذاشت شما داروها رشد کنید. به همین که از اول به هم ریخت، سگ و گربه‌شو برداشت رفت و ماهر انداختی رو بوده این گرگا. یکی بیاد؟ به گناه من اینه که اون شب به جای کشویته یک گل نخواه بودم تو گیجگاه این مرد. اینا دارن چرا پرده رو میبندن؟ دادگاه تعطیل تصور خونن. آقا فکر کنم برای جاب سروان برای زحف جاب سروان اینا ما رو صدا میکنن.
بابا چجوری بگم از این واژه سر بگم کبریت واژه سوارش رو من کشیدم حرف سرنگ درسته بنزینش بنزین تیاره بود از این واژه تر دیگه بگم به سفیانه که اومد برو واداد گفت این پول به نقشه اولی کنه ما خودیم بنزین میخوایم خب عبدالله لاغما دو انجمن اسلامی فرودگاه براتون میاره من فرجرو فردا دوستمیش تو این قوطی پپسی گذاشت به تو پاکت که انگار آجی پسته وسط های فیلم فردا بگش گفت همه غرق فیلم حالا موقعشه قرار شد فردا وسط دا همه داخل کار داشته باشه فرجرو منم از تو راه رو فرجرو از در عقبی رفت من در جلوی رفت تو راه رو قرار شد وقتی فردا اومد بیرون ما بنزینه که پشیدیم گبیدن بکشیم من فرجلو نمیدم اما صدای شوشتر بنزین رو که میپاشید پایدر رو میشیدم من شروع کردم بنزین رو ریختم پایدر یه رو بعد دره عقب اومد گفتم فرلاس کبریت رو کشیدم انداختم چی داری میگی به این مردم؟ چی داری به این مردم میگی؟ آجا داری من میخوام محاکمه بشی؟ چشم محاکمت میکنم آقا تنفس رو پس میگیرید کسی دیگه هم هرکی بخواد محاکمه بشه بسم الله مجلس میریاش آقا فرلاس بکشید بالا آقا یعنی اینو باید محاکمه کنید این باید محاکمه بشه دوستان ما قبلا شنیده بودیم که برخی ها در کارهای عامل منفعه یا در کارهای ملی برای اینکه به مقام اولی برسن خودشون رو به هر آب و آتشی میزنن ولی این دوست ساده نوع من فقط برای اینکه خودش رو قاطی متهمین ردیف اول جا بزنه داره این کارا رو میکنه خواب خیال میکنه روی نیمکت متهمین ردیف اول چیزی خیر میکنن به قول معروف از خیر و فی ما وقع محاکمش میکنید بفرمایید آقا بگو بگو هرچی میخواهد دل تنگت بگو من حسین تکبلی زاده پدر ندارم مادر زرا شغل نداری معاش از کجا میکردی؟ بله از کجا میخوردی؟ خب روزی میرسید ننمون پول تو جیبی میگرفت نند از کجا میابرد؟ ننمون مغازه داشتم چه مغازه ای؟ ساندویچ فروشی طرف های احمد آباد فقط ساندویچ؟ خب مشروبم به ما چه آج آقا گفتی که بعضی وقتا خودت هم کاسب بودی آه. از چه راهی؟ خب سابقه از هر راهی میشد در میوردیم اما وقتی ارشاد شدیم آج آقا توبه کردیم خیلی کارا رو گذاشیم کنار کاسب میفروختیم کاسب های روزه نطقای آقا روزی میرسید آج آقا از سابقه چی؟ از ساباکم چیزی میرسید یادت باشه تو قسم خوردی ها داشتیم آج آقا پس چطور ادعا میکنی که سینما رکس آتی زدی همینطوری مفتی مفتی اصلا پولی که با ما میرسید اصلا از ساباک میرسید ما با ساباک هم کنه میکرد خیلی خوب خیلی خوب شاید تو نمیدانستی اما اون دو نفری که باهاشون رفت آمد میکردی و باهاشون کار میکردی شاید اونا از ساباک یک مقدار پول گرفته بودن یادت باشه تو قسم خوردی ها یعنی حاجا خورمی اما جامعه هر دو چرا پرت و بلا میگی بچه من دارم اون دو نفره میگم که با تو سینما رو آتیش زدن یادت باشه تو قسم خوردی ها اون دو نفره گفتیم که یه فرجلو برسکر بودن و فلا خیلی خوب خیلی خوب شاید اونها یک مقدار از سباک پول گرفتن تو چه میدانی آقا نگی این حرف خدا رو خوش نمید پشت در مورده بلا جون خودشو توی این کار گذاشت قاطی تماشاگر سینما رو سوخت از اینم بیشتر فرجلو یه دکون فسقلی داشت تو بازار صفای جمشید آباد دو روز بعد آتش سوزی سینما رکس بازار صفای جمشید آباد آتش میگیره یادتون نمیاد همین فرجلو برای که تو شهر بیشتر آشوب بشه دکون خودش آتش زد بعد آتش سوزی هم که دیگه گم و گور شد کسی دیگه فرجلو رو ندید حالا اون که گم و گور شده فلا هم که بیشتر قاطی تماشا چیه سوخته این موزه دستشون که بگین ساواکی بودن تو قراره اینجا راجع به خودت صحبت بکنی یا اون دوتایی دیگه نه اگه آقا ساواکی بودم و اصلا باشون قاطی میشدیم شاید تو نمیدانستی الله اکبر آجا ما نمیدونستیم آجا خورمی هم نمیدونستن امام جمعه هم آقا نمیدونستن خود شما نمیدونستیم ما اول فجر اومدیم پام منبر شما تعبیرش میگذیم پچ پچ باش میکردیم دلیلی نمیشه دلیلی نمیشه پای منبر پیغمبرم ابو جهل مینشست
هر چه رسول خدا میگفت اون هم وارونه میفهمی؟ آجا آقا اینا حسابی مبارز بودن، مبارزی که ما چاره تو آبادان کردیم ایش که تو خوابش نیده. آجا آقا همین کریم که زنده است برای ازش بپرس، بپرسین دیگه چند تا دختر مینوشو پوشو تو همین آبادان ما پاش رو تیخ کشیده باشیم خوبه ها؟ چند تا زنده تو دوب ناکار کرده باشیم ها؟ بابت این کار پولو سیاه کسی گرفت تو را خدا کردیم دیگه. فقط یه بار وقتی کوکتونی جاده خسرو آباد ما آتیش زدیم حاجقا اومد یه دست خوشی به ما داد. پسر این مطالب هیچ ربطی به فاجعه سینما رکس نداره. سابقه همونو داریم میگین؟ ما این سابقه رو نداشتیم که از همون این کارا رو نمیخواستن که این سابقه رو داشتیم که ما رو برداشتن بودن 250 رس خوک نفت بریزی روش رو آتیشی رو بزنیم به خیالتون شوخیه؟ این سابقه رو داشتیم که ما رو برداشتن آوردن تو جلسات مسجد قدس، ما رو آوردن تو منزل آقای رشیدیان. پسر تو قراره اینجا راجع به خودت و اون دوتای گور به گور شده حرف بزنی؟ چرا بی خودی این شاخه به اون شاخه میکنی؟ آجا قربون جهتون بریم، ما قرار شد غیر از خودمون صدا دیگه که اسم کسی نبریم، خودمونو فرج و لوف فعلا شما دیگه آقا تومت میزنیم. آقا من زبان اینو نمیفهمم. آجا آقا مگه ما دیگه با چه زبانی با شما میکنی؟ اجازه بدید از در دیگری وارد شیم، اجازه بدید با زبان دیگری مسئله رو بشکافیم. ببین پسر جان، یکی از شما سه نفر به قول خود در آتش سوزی سینما دست داشت که از بین رفت. فلاح. باز به قول خودت یکی از شما سه نفر در آتش سوزی بازار صفای جمشید آباد دست داشت که اونم گم و گور شد. فرج الله. خب حالا تو هیچ وقت از خودت پرسیدی که چرا گم و گور شد؟ فکر کن عقلتو به کار بنداز، اون چیزی رو که خداوند متعال مجاناً در اختیارت گذاشته ازش استفاده کن. شاید همه اسرار رو اون میدونسته ها؟ شاید ساواک سرش رو زیر آب کرده که اسرار از بین بره. گوش کن. اگر این شخصی که به قول خودت تمام هستیشو در راه انقلاب ما از دست داده، امروز به جایی که بیاد اینجا سینه‌شو سپر بکنه، سرشو با افتخار بالا بگیره و از ما حقشو بخواد، بی خودی میره گم و گور میشه ها؟ خیلی ها حتی یک قدم در راه انقلاب ما بر نداشتن ولی امروز هزار جور ادعا برای ما دارن. خیلی ها یک عمر جیر خور شاه بودن ولی امروز انقلابی ها یه دعاتشن. حالا این شخص که به قول خودت همه هستیشو در راه انقلاب از دست داده، امروز به جای اینکه بیاد اینجا سینه‌شو سپر بکنه، سرشو با افتخار بالا بگیره و از ما حقشو بخواد، بی خودی میره گم و گور میشه. معلومه آقا سری تو کارش بوده. ما زمین و زمان رو دنبالش گشتیم. نگشتیم؟ بله، در رابطه با آتش‌سوزی بازار صفای جمشید آباد دنبالش گشتیم. میدونی چرا پسر؟ میدونی برای اینکه کسبه بازار صفای جمشید آباد یک مش آدم فقیر و بدبخت و فلک زده بودند، یک مش آدم بی چیز و از هستی ساقط کردن که کار انقلابی نیست. آقا انقلاب یعنی با زور در افتادن، انقلاب یعنی با امپریالیسم جهانی جنگیدن. حاج آقا داره به نفع تو حرف میزنه پسر، اینو بفهم. حاج آقا میگن شاید اون دو نفر از ساواک پول میگرفتن و تو ندانسته مقدار از این پول رو میگرفتی و باهاشون ندانستن کاری میکردی. بفهم پسر، اینو بفهم. میرسوف یعنی چی؟ حاج آقا یکی دیگه نمیتونم نگم. میرسوف یعنی خوش اومده این پول رو به ما داده، گفت حاجی داده، نگفت ساواک داده که. الان که سفرست کنه ضربت بریم بپرسیم دیگه. حرفش درسته. حاج آقا من اینجا گزارش دارم، گزارش تایید شده از طرف شخص حجت الاسلام جمیل امام جمعه آبادان. میگه این شخص که مدتی در زندان ساواک بوده، حرفش درسته، از شاگردان آقای رشیدیان بود و شاگرد بسیار مؤمن و سایی بوده و مدام برای کسب فیض و ارشاد در منزل امام جمعه رفت آمد میکرده. همه رفت آمد دارن، محضر پیش نماز که صاحب قرانیه نیست درش قرابول وایسه. هر کی دلش بخواد میاد، هر کی دلش بخواد میره، کسی جلو کسی رو نمیگیره. در این جلسات متوجه میشن که دهی از سرسپرده های انقلاب اسلامی از آقا اجازه میخوان که برای ابراز مخالفتشون با رژیم برخی از مؤسسات دولتی رو با آتش بکشن. معلومه آقا، این مبارزات را کسی انکار نمی کند. از 420 سینمای مملکت 120 تا با آتش کشیده شده، 32 تا در تهران، 88 تا در شهرستان، اما خون از دماغ کسی در آمده؟ بالاخره تحت فشار انقلابیون امام جمعه موافقت میکنه.
به شرطی که اماکن عمومی، اماکنی که انتخاب میشن حتما جزو اماکن مربوط به طاغوت بوده باشند و به هیچ وجه خون از دماغ خلق مستضعف ایران به در نیاد. بنابراین ادعا و اعترافی که به سر تو میکنی درسته. سینما رت با نقشه قبلی سواک، با خبرچینی میر سفیانی، هم این شخصی که تو ادعا میکنی که الان متواری و به دست تو با آتش کشیده میشه، ما هم در این دادگاه همین رو میخوایم بگیم. بذار همین رو میخوایم بگیم. آقا علی، آقا شما دارین دیگه چرت میگین. اصلا کسی قرار نبود بره سینما رکس آتیش بزنه. ما قرار بوده هر جا که خودمون خواستیم بریم آتیش بزنیم که تو شهر شلوغ باشه، مردم بریزن تو خیابونا، تظاهرات را بندازن. تازه خود میر سفیانی هم که اومد پولو به ما داد نگفت که بریم سینما آتیش بزنیم، گفتیم بنزین میخواییم، گفت عبدالله لرقبا عضو انجمن اسلامی فرودگاه براتون میاره. بعد پیش بچه ها پیش خودمون گفتیم بریم دفتر حزب رستاخیز. رفتیم اونجا، تعطیل بود، کسی رفت آمد نمیکرد. ما دو تا کوکتل آتیش زدیم، پنجره شکوندیم، شیشه شکوندیم، انداختیم تو. اصلا اساسیه نداشت، آتیش کونه نمیکنه، دود میزنه بیرون، مردم خبر میدن، آتیش نشونیم بیاد، دیدیم نقشمون نگیره. بعد پیش خودمون گفتیم، به بچه ها گفتیم که بریم یه سینما پیدا کنیم که اگه چند نفری هم زخمی پخ میشدن یه چوب بیفته تو شهر. بعد رفتیم سینما سویلا، اول شده رفتیم سینما سویلا، نه سینما رکس. بلیط خریدیم رفتیم تو، دیدیم نه نمیشه. بوفه تو چشه، گیشه تو چشه، مردم رفت آمد میکنن، اینجا نقشه هم نمیگیره. پشت رفتیم گفتیم بریم سراغ یه سینما دیگه. بعد رفتیم سینما رکس. با بچه ها بلیط خریدیم رفتیم تو، دیدیم خودشه. این سالن اصلی طبقه دوم بود، بوفه و گیشه هم طبقه همکف. وسط های فیلم رفتیم راه راه دید زدیم، دیدیم خودشه. از سینما بیرون اومدیم رفتیم توی یه قهوه خونه نزدیک سینما نشستیم تو سانس آخر بشه. دیگه حرفش هم پیش خودمون نمیزدیم چون میدونستیم که نقشه‌مون میگیره که گره. برجالا پاشو رفت بلیط بخره، فلا شوخیش گرفت، گفت برجالا حرم میری شم یادت نره. منظورشون پاکت های آجیل پسته بود. یادشون بخه، حقشون نبود این حرفا. مطالبی رو که پسر تو داری عنوان میکنی در این محکمه هنوز نظریات منو رد میکنه. فقط محکومیت خودشو ثابت میکنه. هنابه دار میخواست حاضر. کی میگیره فراش باشی؟ کی میکشه قصاب باشی؟ کی میپزه آشپز باشی؟ کی میخوره حکیم باشی؟ بسم الله تعالی. شب گذشته دادگاه رسیدگی به فاجعه سینما رکس پس از 14 جلسه علنی در میان اشک و زاری بازماندگان قربانیان این فاجعه به کار رسیدگی به پرونده مسببین آتش سوزی که طی آن 389 بیگناه جان خود را از دست دادند پایان داد. برادر علی شاهی، دادستان این دادگاه انقلابی، ضمن اظهار رضایت از نتیجه کار اظهار داشت: خیلی خوب بود، مردم همکاری کردن، به خصوص جا داره که از بازماندگان قربانیان که در تمام طول محاکمه در نهایت متانت تفاهم نشون دادن اینجا تشکر کنم من، چون واقعا مشوق ما بودن اینها در انجام وظیفه خطیری که به عهده ما بود و امیدوارم به پشتیبانی خلق به پا خواسته و رهنمودهای خردمندانه رهبر انقلاب ما بتونیم باز هم هرچه بیشتر از این محاکمات انقلابی داشته باشیم
تا بتونیم دشمن خلق و عوامل فساد رژیم ستمشاهی رو به سزای اعمالشون برسونیم و بالاخره همونطوری که گفتم خیلی خوب بود. خیلی خوب. سپس برادر حجت الاسلام جعفری التبریزی قاضی دادگاه محکومیت ردیف‌های دوم و سوم را بدین ترتیب اعلام داشت. بسم الله تعالی. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. به رغم دشمنان انقلاب که محاکمات انقلابی را متهم به کشتار بی‌رویه می‌کنند، در محاکمه سینما رکس جز افرادی که مستقیما در آتش سوزی دست داشتند، بقیه تبرئه یا به حبس‌های کوتاه مدت محکوم شدند. متهمین تبرئه شده 5 نفر و محکومین به حبس 15 نفر هستند که هر کدام بنا به جرائم مربوطه از 2 ماه تا حد اکثر 2 سال زندان محکوم شدند. در مورد اجرای احکام متهمین ردیف اول، گزارشگر ما گزارشی تصویری برای شما تدارک دیده که ملاحظه می کنید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آبادان گزارش می کنید. ساعت 2:30 گذشته احکام مجرمین ردیف اول فاجعه خونبار و جانگداز سینما رکس آبادان به این ترتیب اجرا گردید. سید فرج الله مشتهدی کارمند سواک، او در دادگاه اقرار کرده بود: ما بدیم، گناهکاریم، دشمن مردمیم و هر چی بگین هست. ما مریضم. بریم. محکوم در آخرین لحظات از ملت ایران طلب بخشش می‌کرد. محکوم بعدی علی نادری صاحب سینما بود، فرد سودجو و مالندوزی که صرفاً به درآمد کلان سینما اهمیت می‌داد و توجهی اساسی به وضع ایمنی و رفاه حال مشتریان سینما نداشت. وی در دادگاه ضمن قبول مسئولیت و گناه خود گفته بود: من خودم چاکر انقلابم، نوکر انقلابم، خدمتگزار انقلابم، حاضرم هر حکمی بکنه به گردن بگیرم. من بی‌گناهم. من کاری نکردم. من بی‌گناهم. وی حتی در آخرین لحظات از ارادت خود نسبت به انقلاب دم می‌زد و از مردم می‌خواست قدر انقلاب خود را بدانند. محکوم سوم اسفندیار رمضانی دهخانی مدیر سینما بود که وضعی شبیه به صاحب سینما داشت. جرم وی در دادگاه سوء مدیریت و سوء استفاده شغلی و بی‌توجهی و بی‌مبالاتی به وضع ایمنی سینما، عدم استخدام کادر مجرب برای خدمات سینما و به طور کلی عدم احساس مسئولیت در قبال جان مشتریان اعلام شد. خود او اعتراف کرده بود: احساس گناه میکنم. من قصد دفاع از خودم ندارم. همسر عزیزم، بچه رو اینجور ببر. بهشون بگو من چشون آدم یعطاقه که من خوب میشنسی. میدونی آزارم هم تو به یه مرشم نمیرسه. در اینجا نوبت به سرهنگ سیاوش امینی آلاغا رسید. هر قضاوتی در کار من در این دادگاه انقلابی بشه، ولو به دور از عدالت، اون رو حق میدونم. به محکوم شده بود با وجود داشتن تخصص در ضد خرابکاری و ضد شورش، گزارش سینما رکس را آمدن به نفع رژیم مخدوش تهیه کرده و حقایق را از ملت مخفی داشته است. گفت اندوز کسون گشت در دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو ادامی کرد. اول وطنمو گرفتیم، بعد ایمانمو گرفتیم، حالا داریم جانمو میگیریم. رسمه که در این لحظه آخر انسان به خدا پناه میبره. اما اگر خدا خالق شیاطینی مثل شما، من خدا رو انکار میکنم. من کمک دیرش نخونه جبا دیرم من دیرمش نه کمک. سرهنگ امینی در لحظات آخر از خداوند می‌خواست گناهانش را ببخشد. از میان افسران پلیس که متهم به همکاری یا قصور در جلوگیری فاجعه سینما رکس بودند، 3 نفر به حبس و 1 نفر به اعدام محکوم شد. محکوم صدفان یکم منوچهر بهمنی نام داشت.
من قبول دارم کاری که کردم خلاف بوده. چشما باز داریم، چشما باز داریم. میخوام قیافه خائن و وطن رو ببینم، میخوام قیافشون یادم نره. شاید راست باشه که یه جایی یه روزی دوباره پا میشیم و رو در روی هم قرار میگیریم. آهای عاشق، تو که گفتی تنابه دارو خودت میدازی گردنم. تو با یک گله چه داری؟ تو با یک توف چه داری؟ صدفان بهمنی در لحظات آخر از رئیس دادگاه میخواست تا در مجازات او تخفیف قائل شوند. آخرین نفر از متهمین ردیف اول حسین تکبلی‌زاده بود که همراه با دو نفر دیگر محکوم شد با گرفتن پول از سواک مأموریت آتش زدن سینما را عملاً به انجام رساندند. در دادگاه گفته شد این سه نفر مواد آتشزا و قوطی‌های محتوی گاز مسموم کننده را از یک مأمور اسرائیلی دریافت داشته بودند. بابا من خودم رفتم تو راهرو بنزین آوردم پای پاشنه درا. دیگه از این واضح‌تر بگم من خودم کبریتو کشیدم. تکبلی‌زاده در حالی که به شدت میگریست میگفت شفاعت مرا از امام امت بخواهید. این بود گزارش مصور ما از محاکمه مصوبین فاجعه سینما رکس که توسط گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی برادر صابر تقدیم حضورتان شد. حال با حسن ختامی از حجت الاسلام و المسلمین الجعفری التبریزی دفتر این واقعه جانگداز تاریخی را می‌بندیم. فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. پس سرگشته ماند آن که کافر شد و خدا ننماید راه گروه ستمکاران را. غرض نقشی است که از ما باز ماند که دنیا را نمی بینم بقایی. به امر مطاع امام امت نقشی از نقوش منحوس منفور رژیم ستمشاهی را زدودیم. این امر البته میسر نمی بود مگر به لطف انفاس مسیح آدم رهبر عالی قدرمان که اگر جز این بود همچون منی را یارای مقابله با مشکلات و تشبساتی که بنا به سنت و سابقه رژیم ستمشاهی امر دادرسی و اعمال عدالت را محال می نمود نمی داشتم. البته در اینجا لازم می دانم از برادر علی شاهی مدعی العموم محترم تشکر کنم که به نحو احسن عدله و براهن لازمه محکومیت متهمین را فراهم و راه گریز بر مدعیان را مسدود نمود. با آرزوی سربلندی امت مسلمان و سلامتی و طول عمر رهبر عالی قدر امید مستضعفان جهان دامت برکاتو. جان عزیزم این قسمت رو اختصاصا برای تو ضبط میکنم. الان ساعت تقریبا 11 روز 13 شهریور ماه 1359. من یه اسلحه دستمه و کنار دوربینم روی صحنه نشستم که تا چند پیش محل برگزاری محاکمه سینما رکس بود. محاکمه، دادگاه، داد، عدل، عدالت، کلمات بی‌معنی تر از اینها دیگه بر من وجود ندارن. شاید هم هیچ وقت وجود نداشتن. ما ساده دلا خیال میکردیم دارن، دنبالشون بودیم و براشون دوش جلا میزدیم. تو اصلا کجای عزیز من، عشق من؟ چرا با من نیستی؟ چرا با من نبودی؟ چرا ما وقتی بیشتر از همیشه به هم احتیاج داریم بیشتر از همیشه از هم دوری؟ حالا من چطور برای تعریف کنم که در این مدت چی کشیدم یا چی به سرم اومده؟ این بی همه چیزا 389 تا آدم زنده رو در حالی که به تماشای فیلمی از من نشسته بودن با آتش کشیدن و
بعد خود منو واداشتن از مراسم پامال کردن خون همون آدما فیلم برداری کنم، رپورتاج تلویزیونی تهیه کنم. میدونین یعنی چی؟ فکر نمیکنم. حالا به من وعده تلویزیون میدن، میگن شبکه دوم میدیم دست خودت. بیشرف ها میخوام بهم رشوه بدن. حتی صادقانه بگم وسوسه‌ام شدم. خب آره، چرا نگم؟ اگه قرار پایان این مکالمه یه گلوله سرد و سربی باشه، چرا اقلن به تو اعتراف نکنم؟ آره وسوسه شدم، روش حساب کردم، به خودم گفتم شبکه دوم میدونی یعنی چی؟ یعنی بزرگترین امکان برای در افتادن به خود این فلان فلان شده ها، یعنی بزرگترین امکان برای ایجاد رابطه با میلیون ها نفر و جامعه رو از بنیاد زیر رو کردن. اما حالا بعد از این به اصطلاح محاکمه، در حالی که خرت پردامو جمع جور میکردم، از خودم پرسیدم آیا واقعا زیر رو کردن جامعه لازمه؟ آیا انقلاب خودش نوعی زیر رو کردن غیر قابل جبران نیست؟ آیا تا به حال هیچ انقلاب جبران پذیر بوده؟ این یکی که نشون میده نیست. و به فرض که بود، آیا خودش یک سقوط عمیق‌تر نمی بود به اسفل و سافلین انحطاط؟ نمیدونم تاریخ در مورد این محاکمه میخواد چی بگه، ولی حدس میزنم هر چقدر در حافظه خودش جستجو بکنه، محاکمه شنیع‌تر و دردناکتر از این نتونه به خاطر بیاره. و هر چی در موردش بگه، به نظر من هنوز هیچی نگفته. هیچی. چند روز پیشا در روزنامه خوندم به دلیل استقبال مردم، قراره سینماهایی که در خم و چم انقلاب آسیب دیدن دوباره به کمک دولت بازسازی بشن. استقبال مردم. به همین زودی مردم جنازه سوخته 389 تا از هموطنانشون رو فراموش کردن و دارن دوباره به سینماها هجوم میبرن. لابد از آجیل فروش جنب سینما پسته میخرن و در خلال تماشای فیلمها تخمه میشکنن. در ذهن جامعه فراموشی البته یه عارضه معمولیه، ولی ما چی؟ ما که حرفمون سینماست، ما که به سینما عشق ورزیدیم یا دست کم ازش نون خوردیم، ما چی؟ چطور در قبال خون ناحق این همه آدم احساس مسئولیت نمی کنیم یا نکردیم؟ چطور؟ آپارات چی دوباره برمیگرده تو آپارات خونهش، بلیط فروش میشینه تو گیشه، چرخ سینما میچرخه، فیلم بردار با گروهش برمیگرده پشت دوربین فیلم برداریش، هنرپیشه ها برای قاپیدن نقشای اغلب مهملشون از چنگ هم دوباره میشن دشمن هم، و باز فیلم پشت فیلم افزوده میشه به زباله دونی سینما. اون وقت من فیلمساز به اصطلاح روشن فکر دوباره وسوسه میشم تا حرفای گنده مونده فستیوال پسند بزنم، تا با تایید و هزینه همین حکومتی که به ضرب سوزاندن آدمهای زنده به حکومت رسیده و برای بقای خودش از آتش زدن صدها سالن پرتماشاچی دیگه واهمه نداره، در فستیوال‌های بین‌المللی شرکت کنم. توف به ما. توف. ما تو این چاهک دنیا، به قول هدایت تو این چاهک متعفن دنیا تازه مجله فیلم در میاریم، دانشکده سینمایی داریم، منتقدایی داریم که درباره سینمای ممالک دیگه مقالات انتقادی می‌نویسن. این کارا رو ما می‌کنیم. ما که با تایید این حکومت رسوایی سینما رکس مثل داغی تو پیشونی تک تکمون تا به ابد حک شده. کار رو ما میکنیم. دیگه نمیدونم چی بگم. دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. اگه شهامت یاری کرد و من این ماشه رو کشیدم، به من یه قولی بده. نمیخوام برام کاری انجام بدی، برعکس میخوام یه کاری رو به خاطر من هیچ وقت انجام ندی. بنا به وصیت من، بنا به خواهش من، به خاطر عشق، دوستی، رابطه زن و شوهری یا هر چیز دیگری که برای ارزش داره و عزیزه، تا حکومت سینما سوزان در این مملکت باقی است، تو دیگه هیچ وقت سینما نرو. لااقل تو یکی نرو.
اشتباه نکن، صدای تیر نبود، مثل اینکه یه لامپی چیزی ترکید اینجا. نگفتم حتما ماشه رو میکشم، گفتم اگه شهامت یاری کرد، که البته نکرد. فکر کردم این ماشه رو همیشه میشه کشید، اما همیشه پا نمیدادم رئیس شبکه دوم تلویزیون بشه، معاون قطب زاده بشه. رادیوی ماشینمو خبر داد که اینا رو اعدام کردن. والله گریه می‌کنم.